دوستان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه در این شرایط بحرانی. امروز 12 فروردین هست و برابر با 31 ماه مارس 2020، سالی که بعضی از بچه ها دوستان میگن که آقا ای کاش میتونستیم این سال 2020 رو هم مثل برنامه های کامپیوتری که اینستال میکنیم، بد است، خرابه، باگ داره، اینا رو برداریم، ان اینستال کنیم، دوباره میگن کلین اینستال. گفتم ای کاش که میشد. در هر صورت بعضی آمریکایی‌ها میگن it is what it is، یعنی همینی که هست. باید امیدوار بود و ببینیم چه خواهد شد. همه تو قرنطینه هست. آمریکا با وجودی که اسمش هست ایالات متحده، گاهی وقتا اصلا شما اتحاد داخلش نمیبینید. یکی از ماجراها، ماجرایی که وقتی که مشکلی پیش میاد و اینا یه گروهشون، خب دموکرات و ریپابلیک که هستن هیچی به جای خود، یه گروه سومی هم هست که اصلا به اینا اعتقاد نداره مثل من، و حالا یا بهشون میگن ایندیپندنت، مستقل، یا هرچیه، اینا میشه 3 رأی مختلف. یکی میگه ببندیم، یکی میگه باز کنیم. همین ویرجینیایی که ما هستیم، دیروز آقای فرماندار اینجا که یه دکتره، پزشکم هست، اعلام کرد که تا 10 جون، یعنی 70 روز دیگه، تمدید شد این قرنطینه. ولی یادتون باشه این قرنطینه مثل حکومت نظامی یا مثل مارشال لا آمریکایی نیست که شما اگه اومدی بیرون با تفنگ جلوت باشن بگن اسم شب چیه. ولی از طرفی اگه بیای بیرون بدون عذر موجه باشه، گویا جریمه میکنن از $200 تا $500. حتما فیلم های هند رو دیدید که اونایی که رفتن مسجد وقتی آمدن بیرون بعد از دعا و صلوات یه چوب حسابی هم خوردن و رفتن خونه هاشون. میگه اما این ویروس هم یه جورایی باور نکردنیست. بله قربان، الان بهت نشون میدم، الان نشون میدم که میگه آمریکا و این دانشمندا و اینها و حتی ماجرای چین هم هست، اینها به اصطلاح کاری کردن و داشتن روی این ویروس کار میکردن و قرار بود این ویروس در آزمایشگاه ووهان، همون شهر معروف، به اصطلاح چیز کنه. ولی این وسط ها در رفت. این ماجرای در رفتن خیلی جالبه، بذارید من براتون بیارم نشون بدم. چندین ویدیوی جالب داریم، ولی متاسفانه یک خبر به اصطلاح ناراحت کننده ای هم داریم که یکی از دوستانمون آقای دکتر میر مظفری، بله درست میگم، اسماعیل یا فخرالدین بهش میگفتن، میر مظفری، بنده خدا 2-3 روز پیش فوت شد و رفت. امروز با یکی از افراد خانواده ایشون تماس گرفتم، گفتم اگر از مراسم تدفین و اینها ویدیویی دارید، فیلمی دارید، چیزی دارید میخواین بفرستین به اصطلاح دوستان بدونن، بگید تا ما نشون بدیم. گفتن نه نداریم، یعنی داریم، اون چیزی نیست که بخوایم در اختیار عموم قرار بدیم و امیدواریم به زودی بگذرد این ایام و بتونیم در یک مراسمی به اصطلاح یادبود دکتر میر مظفری رو داشته باشیم. ولی من از کانون یک ایمیلی گرفتم، چون ایشون عضو کانونم بود، عضو بنیاد دماوندم بود، خیلی آدم فعالی بود در این رشته ها. بعضی هم حقیقتا یه جورایی سرزنشش میکردن که آقا این به فکر زندگی و پول جمع کردن و اینها نیست، همش با دوستاش و رفیقاش و این انجمنهای مختلف فرهنگی و اینها. و هرچه بود گذشت. گفت که تا هستم ای رفیق، ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت من آیی که نیستم. من عکس ایشون رو الان برای شما اینجا نشون میدم و ایشون هر وقت که به اصطلاح نمایشگاه فرش فروشی داشت و کارهای تابلو نقاشی و اینها، مجسمه و اینها، و هر وقت وقت داشت لطف میکرد برنامه ما رو هم نگاه میکرد و نظرش رو هم میگفت. در صورت این هست آقای پیام تسلیت به مناسبت درگذشت
اسماعیل مظفری. با اندوه فراوان مطلع شدیم که یار مهربان و دیرینه کانون دوستداران فرهنگ ایران اسماعیل میر مظفری از میان ما رفت. این واقعه دردناک را خدمت خانواده، دوستان و تمام اعضای کانون تسلیت می‌گوییم. یاد اسماعیل میر مظفری همیشه در قلب ما زنده خواهد ماند. روان شاد، یادش گرامی باد، و امیدوارم که یک برنامه بشه که مردم بتونن حداقل از به اصطلاح عزیزانشون وقتی که فوت میشن و اینها بتونن اونجوری که باید و شاید مراسم اجرا کنن و الی آخر. من اینجا میخوام یک دونه اینوایت بفرستم و این قبول نمی کنه متاسفانه. آها میگه اوکی ویت میمون. بله، هر دو سه هفته یه بار فیسبوک، یوتیوب، برنامه های دیگه، اکس اسپلیت، نمیدونم او بی اس، اینا هی میان سیستمشون رو عوض میکنن و من متوجه شدم سیستمشون که عوض میکنن همون هفته های اول دوم باگ های زیادی دارن. الان اونایی که فیسبوک وقتی باز میکنن مینویسه که شما از سیستم قبلی داری از سیستم کهنه استفاده میکنی و میخوای سیستم جدید، میگی بله. وقتی میری سیستم جدید این پخش برنامه زنده رو یادشون رفته بذارن، حالا یا یادشون رفته بذارن یا میخوان بگن او اونو میگی شما، از امروز به بعد باید ماهی اینقدر بدی. حتما شما ماجرای تریاک مجانی و این سیستمایی که دولت‌های استثماری و استعماری به سر مملکت‌های بیچاره‌ای مثل ایران آوردن و میارن داستانشو میدونید، چون سن من و شما قد نمیده به اون ماجرا. بله، این میگه همه دوستان شما دعوت شدن. دروغ میگه. روی این سایتی که من هستم 4900 خورده دوست دارم، یعنی فیسبوک این کار انجام میده؟ من فکر نمی کنم. در صورت حالا بیان روی خودمون بفرستیم برای دوستان، مردم تیوی رو به اصطلاح اکتیف کنیم، مردم تیوی.com. بعد میایم اینجا پسورد من بهتون بگم، پسورد 1 2 3 4. بله، میدونید میگن بیشترین کلمه ای که به عنوان پسورد استفاده میشه خود همین پسورد هست و اینجا آمدیم و سوربی رو هم میبینیم. بعض وقتا باید خودم رو چک کنم ببینم ای همین کراواته که اونجا میبینم اینجا دارم و اینها، تا بفهمم ای خودمم. حتما اونجا کم شنیدی که بچه شهرستانی میخواست بره تهران، پول نداشت، آمد به مادرش گفت که آقا من پول ندارم برم. گفت بابا جون همه فامیل ما رفتن تهران. گفت خب رفتن که رفتن. گفت برو منزل اونا. من حالا بعض وقتا وقت یادم میاد ما بلند شدیم از شیراز میرفتیم بدون اینکه تلفن بزنیم، زنگ بزنیم به خونه عمومون، به خونه پسردایی بابامون، میرفتیم یه ما 15 روز اونجا میموندیم. عجب روزگاری بودا. در هر صورت مادره به پسرش گفت که بابا همه فامیل ما رفتن اونجا، مثل فامیل سوربی هست از شیراز رفتن شرکت نفت تهران کار میکنن. میدونی چند تا سوربی یا سوربی توی شرکت نفت تهران بود؟ این روباه و ولف، گرگ و سگ و اینا هم که میگن او، فکر کنم همینجور دارن خانواده هاشون میشمارن. بمانم، میگه که برو اونجا. گفت خب من برم چی بگم؟ گفت هیچی، در بزن. گفت خب در تو باز میکنن چی بگم؟ ها میگن کیه؟ گفت خب بگو منم. گفت آها، دیدی مادر جون وقتی در باز کنن اون وقت میبینن منو. البته شیرازی ها نمیگن منو، خوزستانی ها میگن. یه ویدیوی دیدم، یه خانم بیمزه میخواد ادای شیرازی ها رو در بیاره. میدونید ویدیوهای زیادی هست الان، هنرمندهای زیادی هستن از شهرستان های مختلف توی فیلم های فارسی بازی میکنن نقششون رو و به خوبی اجرا میکنن، ولی بعضی ها هم لوس و بیمعنی. مثلا خانم میخواستم برم فلکه گازو، والا بلا تلا الا تو سرتون بزنه. هیچ شیرازی نمیگه فلکه گازو. این فخردین نادان، فخردین بیچاره، بگید خواننده کی بود، فریدون فرخزاد نادان، از بی سوادیش آمد یه همچین چیزی رو گفت. ولی شما یه نفر رو بیار که من بگه فلکه گازو، تو من بهتون بگم که این شیرازی نیست. آقا میگه مثلا برو کپسول گازو رو بیار اینجا،
ولی نمیگه میخوام برم فلکه گازو. خلاصه این خانم میاد جوک میگه و اینها برای دوستم همین آقایی که در خلیج فارس زندگی میکنه فرستادم، نوشتم متاسفانه همه میخوان ادای شیرازی ها و شهرستان های دیگر رو در بیارن. اون موقع میدونید اول انقلاب اینجوری بود که وقتی یک کسی رو میگرفتن میگه آقا من بدبختم پول ندارم، اینا کسایی بودن که تا روز قبل از انقلاب به مردم فخر میفروختن که ما چنین داریم و چنان کردیم و چنان میزنیم و فلان، فردا میگفتن آقا ما نداریم فلانی بیشتریم اینا اینا. این هم حالا همینجوری شده تا قبل از انقلاب و اینا. اینایی که رفت بودن تهران که حتی خودشون ریشه خودشون خانواده خودشون پدر مادر خودشون شجرنامه خودشون رو نمیدونستن، پوز میدادن برای شهرستانیا، به همه شهرستانیا میگفتن دهاتی، ای کاش که ما دهاتی بودیم. آقا اگه دهاتی نباشه من و توی شهری و شهرستانی نمیتونیم خودمون رو سیر کنیم و میمیریم. همینجا رو تیشرت نوشته که ایمیگرانت یعنی مهاجرین فیدز امریکا، یعنی مهاجرین امریکا رو خوراک میدن. طرف میگه آقا اینا رو بندازید بیرون. گفتن احمق اگه اینو بندازید بیرون یه دونه گوجه فرنگی باید بخری $5. در هر صورت این خانم که خیلی هم جوک بد گفت و اینها، من برای این دوستمون نوشتم که این خانم بهتره یه کمی بره به اصطلاح یه جایی یه جوری تمرین کنه. حالا دیگه چیزی که برای ایشون نوشتم برای شما نمی‌نویسم چون یه کمی عصبانی بودم و بی‌تربیتی بود. خب بذار ببینیم آقای لطیف زمانی اینجاست. آقای لطیف زمانی دوست نازنینم، من اصلا اون روز هدفم این نبود که خدای نکرده شما رو به اصطلاح توی کورنر گیر بیارم که حمایت کنید از تلویزیون مردم، ولی شما لطف کردید و نوشتید که این کار رو انجام بدید. من خوشحال میشم، بیشتر خوشحال میشم اگه دوستان وقتی حمایت میکنن خودشونم برنامه بذارن. چون حقیقت رو بگم یکی از چیزایی که من بهش افتخار میکنم اینه، دیروز دیدم یه احمق مجاهدی توی بالاترین نوشته بود تلویزیون مردم ساعتی 7000 تومان. خواستم بگم احمق من افتخار میکنم، تو اگه شعور داشتی از همون تلویزیون مجاهدین میپرسیدی شما این پولا رو چند سال از کجا آوردی، از تلویزیون آقای اکس ایگرگ نوریزاده نمیدونم فلان میپرسیدی آقا شما پولا رو از کجا آوردی. اگه از سوربی بپرسی سوربی میگه آقا من خرجم خیلی کمه، سالها پیش از این که کسی تکون بخوره از تو استودیوها ما استودیوی 3000 دلار در ماه و ما 900 دلار استریمینگ و اینا رو دادیم رفت. به قول یه دوستی داشتیم مرد، خدا بیامرزش، هرچی دوست داریم مرده، کم کم دیگه اسرائیل داره سراغ خودمونم میاد و گفت که آقا اگر پامون رو جمع کنیم گرد بخوابیم احتیاج نداریم، یا پامون رو به اندازه گلیممون جمع دراز کنیم احتیاج به دیگران نداریم. درصد ممنون و متشکرم. و آقای خورسندی میگه درود بر شما، غافلگیر میکنید برنامه روز سه‌شنبه. بله دیگه. نه، سه دلیل داشت. یکی فردا آخرین روز سرشماریه، یکی از دوستان یه مبلغی داده که ما امروز بیام درباره سرشماری در آمریکا صحبت کنیم، یکی این که ماجرای کرونا برای دوستان دیگه هم نوشتم، حالا عکسش هم اینجا میذارم، که الان بهترین زمان برای برنامه گذاشتن و با دیگران بودن است. قبول دارید یا ندارید؟ اگه قبول دارین اولینش خود شما آقای مانی که به من قول دادید میاین و تو برنامه ها خواهید بود. اینا براتون بذارم پلیر دو. بهترین وقت برای داشتن برنامه های تلویزیونی با داشتن برنامه زنده، شما به منزل دوستان می روید. فارسی منم متاسفانه کمی بد شده یا بد بوده بدتر شده، حالا ببینیم چی میشه. دوستان عزیز اینجا هستن، این دوستان من نمیدونم آن اصل اندرلاین با ایرانی چی میگفتیم، اصلا استفاده میکردیم این خط؟ بله اصل خانم، ما یه اصل پهلوان داشتیم اینجا که خیلی جالب بود. این تصویر عوض شد آمد اینوری اینوری شد، چطور شد که ایتو شد؟ اینم اینستاگرام دیگه، برنامه برای جوانان وقتی پیرمردا میان استفاده میکنن اینجوری میشه. ما نمیخوام آقا خانم این دوربینو، اون دوربینو میخوایم دیگه، حالا نمیذاره عوض کنیم. بردتم توی افکت، حالا
افرادی مثل پتیک و اینا میگن آقا تو چیز کم داشتی مکافات که حالا آمدی این رو هم اضافه کردی. بذارید من ببینم میتونم این دوربین رو برگردونم به اونجایی که بود و قبلا کار میکرد. خیلی حساس این. ما هم که دستا ماشاءالله از بس این پنیرا رو اینجوری فشار دادیم رو نون رو اینجوری کردیم و زنگ زدیم در خونه ها فرار کردیم، همه انگشتا کلفت. وقتی میخوایم بنویسیم ای میره رو ای و اس و دی، سه تا رو با هم فشار میده. حالا میخواستیم اینو بزنیم، یه دفعه رفت روی چیز دیگه، حالا میگه میخوای پشت سرت کو بندازم، عکس بندازم، اینو بندازم، میگم نه شعر فوتو ویدیو نمیخوام آقا، ولمون کن، اینقدر آپشن به ما نده. بذار ببینم این یکی چی میگه. بله مثل که درست شد، الکی دستم خورد به یه جای دیگه درست شد. دیدید مثلا اون وقتا ماشینتون خراب بود، وای میسادید هی اینو انگولک میکردید اونو انگولک میکردید، بعد یه دفعه درست میشد. بعد طرف میگفت چجوری شد درست شد؟ میگفتی والا منم نمیدونم. حالا دستش نمیزنیم فعلا، اینم به خاطر عسل خانم بود، عسل بانو ها، آقای ابی میخوند. خب درود بر شما و بینندگان و شنوندگان شما، خیلی ممنون. میگه آقای سوربی دوستتون دارم، چون حرف تو رک و راست میگی، واقعا فکر میکنم چطور آشناییمون شروع شد. و بله من میدونم شما چندین سال پیش اگه اشتباه نکنم یه ویدیو درست کرده بودی برای من، دوستان فرستادن، من اون ویدیو رو پخش کردم، بعد با شما تماس گرفتم، دعوتتون کردم، توی برنامه ها بودیم، اختلاف عقیده داشتیم، هنوزم داریم، ولی ما میتونیم اختلاف عقیده داشته باشیم و دوست باشیم. یکی از دوستای خوبی که من دارم همین شما هستید، آقای مهران احتشامزاده. راستی شنیدم که آقای آیدین فوت شده، حقیقت داره یا نه؟ ضمن این که به من گفته بودن اگه فوت هم نشده باشه ایشون دیگه به اصطلاح درست نمیتونه فکر کنه و اینها، همون ماجرای آلزایمر و اینها، و اینم درد بدیه آلزایمر. خب من دنبال چی میگشتم؟ داشتم بهتون میگفتم که برنامه امروز به خاطر سنسس یا سرشماری 2020 که فردا آخرین روزشه، اپریل فرست، زمینم فردا 13 به دره، اپریل فول هم هست، و به خاطر کرونا و اینکه از هر جایی برای شما یه چیزی میاد، یکی میگه صورتتون رو با آب نمک بشورین، یه آقای دکتری مهندسی آمده که پشت سرش صحنه جالبیه، ایشون هم مثل این آخونده هست، میگه ختن سرونی و فلان و اینها تا مرگ و دفن و اینها، اینم نوشته اگریکالچورال یعنی کشاورزی، نمیدونم صنعتی فلان، آقا متخصص. ببین دکتر وقتی دکتر عمومیه، بله دکتر عمومی از همه چی یه چیزی میدونه، ولی وقتی میخواد متخصص بشه فکر کنم یه 6 سال دیگه میره درس میخونه. و شما این همه رو همینجوری زرتی نوشتی، خلاصه به خاطر این فیلمای مختلف که میاد تو اینها. و سومیش مسئله درگذشت فوت آقای دکتر اسماعیل میر مظفری بود که دوستانی که باهاش نزدیکتر بودن بهش میگفتن، چون فخرالدین بهش میگفتن، تو خونه بهش میگفتن فخری. در هر صورت هرچه بود گذشت، گفتم چی؟ تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم، روزی سراغ وقت منایی که نیستم. و یادتون باشه در آمریکا، حالا تازه گفتم برای که مردم وحشت نکنن، 100,000 نفر تا 200,000 نفر خواهند مرد. دیشب گفت، میدونی گوشمونو پر میکنه، دیشب گفت حالا میگن بین 100 تا 200 هزار تا، ولی ممکنه 100,000 تا 2,000,000 نفر باشه. 100 تا که باشه یعنی از هر 300، ببینید 100,000 تا که باشه یعنی فکر کنم از اگه 1,000,000 باشه از هر 330 نفر یه نفر میمیرن، یعنی 33% شانس داری. عجب قاطی کردم ما، وقتی به این اعداد میرسه نمینویسیم چه شود. خب بنویسم اینجا، در هر صورت نگران اینا نباشید، تا هستید خوش باشید، خودتون رو محافظت کنید، نگران نباشید. مواظب بودن با نگران بودن فرق میکنه. مواظب بودن اینه که من درست رانندگی کنم، به کسی نزنم. نگران بودن اینه که ای وای الان میزنم به کسی، الان میزنم به کسی. خب میزنی به کسی دیگه. پس نگران نباشید.
مواظب باشید تا اونجایی که میتونید. من دیشب رفتم CVS قشنگ ماسک زدم، دستکشم پوشیدم، وقتی رفتم اونجا دیدم یه آفرشیدی هم هست، ایشونم ایرانیه، اونم اونجا بود بنده خدا، اونم دستکش و چی و اینها، یه میزی هم گذاشتن که مردم این میزا 30 اینچ پهناش، یعنی 30 اینچ میشه 2.5 فوت، حالا اینا میگن 6 فوت، در هر صورت بعدم خودشون پشت اونورن این گذاشته بود که فاصله بگیریم. و گفت عجب زندگی هست، گفتم این نیز بگذرد، حالا بعضی همون زنده میمونیم با این نیز بگذرد، بعضی همون نه. دوستان این برنامه رو لطف کنید شیر کنید با دوستانتون، روی مردم تیوی فیسبوک هستیم، صفحه شخصی خودم هستیم، مردمتیوی.com هستیم، امروز روی اینستاگرام هم هست. خب همین کار رو تو ایران طرف تو بیمارستان انجام داده، 3 تا صندلی دیدید که تو فرودگاه تو بیمارستان اینا صندلی ها معمولا به هم چسبیده برای که هم ارزون تر بشه درست کردنشون، هم پایه کمتر داشته باشن، تمیز کردن زیرشون آسون تر باشه، هم اینکه کسی نتونه روش بخوابه دراز بکشه، دست دست داره و اینا بماند، اونا فرعی. طرف 3 تا صندلی رو با هم کشیده گذاشته جلو اون صندوق یا هر چیزی که میگیم تو بیمارستان، این صندوق هم حالا هی میگن برو صندوق بعد بیا اتاق عمل. فکر میکنید خانمه چه کار کرده؟ به جایی که وایس پشت صندلی اینو گذاشتن که یعنی بابا یکم فاصله بگی، خانمه رفته رو صندلی وایساده. عجب ملتی هست. و اما یکم فاصله بگی یا سوشال دیستنس، دیشب گفتن ما این اسم رو اشتباه انتخاب کردیم، چند ساله داریم به همه میگیم سوشال میدیا، سوشال فلان، سوشال فلان، هی اجتماع 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 رو تبدیل کردیم به اجتماع مجازی و فلان اینا. حالا آقا این سوشال دیستانس نیست، من وقتی میتونم از اینجا زنگ بزنم با پتیک صحبت کنم داریم سوشالایز میکنیم، فیزیکال دیستانس. فیزیک که دیگه شما میدونیم، مثلا میگه فیزیکال آدرس، میگه که آدرس کجا، فیزیکال آدرس یعنی وجود داشته باشه و اینا، فیزیک وجود داره، شیمی یه جورایی تو حواس. به همین خاطر من از فیزیک خوشم میمد. یه بار دیگه هم بگم من فیزیک از 20 گرفتم 21. طرف میگه آقا گفتم این سوربی دروغگوها، ببین ماشین مگه میشه از 20 21 بگیری؟ بله، وقتی استاد شما از دانشگاه پهلوی دانشجویی باشه بیاد اونجا و ببینه که این مدرسه احمدی یه مدرسه فقیریه، اینا نمیتونن معلم شخص خصوصی داشته باشن، اینا میاد چه کار میکنه؟ واقعا این مرد چه نابغه‌ای بود، اسمش الان یادم رفته، معینی بود، نعیمی بود، چی بود، این آمد به جای 20 نمره برای فیزیک 1 یا 2 تا سوال انتخابی هم گذاشت که شما اگه یه سوالی رو بلد نبودی یا غلط بود و اینها نمرت بره بالا. میدونید نمرات مدارس که بره بالا، اون موقع حتی تو ایران هم به مدرسه ها امتیازاتی میدادن، تو آمریکا هم الان اینجوریه. و من از اون 22 بود فکر کنم فیزیک 22 تا نمره هم اضافه گذاشته بود برای سوالات اضافی، من فکر کنم 21 گرفتم و خیلی معروف شدم. اینم از این ماجرا. خب میگه که خب بگو ببینیم آقای خورسندی در کانادا چیه؟ شنیدیم که همسر پرایم مینستر شما راستی ادای احترام میکنید به UK، به ملکه انگلیس، گویا اینم مثبت در اومده ملکه انگلیس. و امروز باز ما فهمیدیم این آقای کریس کومو که برنامه گذار خوبیه و کارش رو از خبرنگاری و ژورنالیستی شروع کرده، الان مجری برنامه و به اصطلاح برنامه ساز هست و دیشب با داداش خودش کلکل میکرد و به داداش خودش میگفت که فرمانداری نمیخواد جست بیای کاپشن بکنی برات، از صبح بیای اینجا بشینی تا فلان داخل مردم بری، مردم رو مریض میکنی، مردم تو رو مریض میکنن. و داشت میگفت که مادرم نگرانه و اونم اینو مسخره کرد، گفت تو الان کجا نشستی؟ گفت من نشستم تو خونم. گفت کجای خونتی؟ اینجا آشنانی قیافه. گفت تو بیسمنت. گفت ها همون جایی که زنت ابراخ تنبیهت میکنه میفسدت تو بیسمنت، اینو داشته باشی. اینی که به برادر بزرگش میگفت مواظب باش با مردم نرو از صبح تا شب به خاطر برنامه تلویزیون و پول دادن و اینها،
این بیچاره مریض شده. البته مریض شدن دوستان، یکی به من میگفت ای کاش ما زودتر اگه قرار کرونا بگیریم زودتر بگیریم تا زودتر مداوا کنن بیاین قبل از اینکه برسه به اون پیک، به اون نوک اون موقعی که بیمارستان ها شلوغ میشه. دیروز نشون میداد بیمارستان های نیویورک توی راهروش مردم خوابیدن و اینها، و متاسفانه ترامپ شالاتان این وسط به جای اینکه بذاره متخصصین صحبت کنن هر روز عصر میاد توی تلویزیون و این برش شده یه تبلیغات انتخاباتی و دروغ 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 پشت دروغ. یه فیلمی رو آقای آریان پور دیروز برای من فرستادن، از ایشون تشکر میکنم، خیلی جالب بود. این فیلم رو شما تماشا کنید و ببینید یه شالاتان از ژانویه تا مارچ چقدر دروغ گفته و حالا باز این دروغ آمده شدیدتر، اینجا میگن دبل داون میکنه که من اینجوری گفتم که مردم نترسن. حالا همینجا باشه، من شمایی که میگیم آخوندا دروغ میگن، خب اینم که دروغ میگه. من شمایی که میگیم این آخوندا تقیه میکنن بعد میان دروغشون رو دروغ میگن که به اصطلاح موجه کنن، خب اینم که این کارو میکنه. این چه فرقی میکنه با عبا با آخوند؟ فقط اونا عبا و عمامه دارن، این کوچلوارش که مثل ملاها عبا هست، عمامش هم این موهاشو که از اینجا میچرخونه، از اینجا میچرخونه مردی که میاره اینجا. من گاهی وقتا واقعا دلم به حال همسرش میسوزه. خب خیلی از دوستان هستن کلاگیست دارن، ایرانی، از آقای ضیاء آتابای گرفته تا حتی مجریای برنامه. خب همه اینا ما میدونیم دیگه، وقتی میرن خونه لابد از این یه سرای درست میکردن سر آدم که مثل کاوچو بود. این کلاگیست چه در میاره میذاره دوین؟ ما یه فامیل داشت، این کلاگیست داشت، فوت شد چند سال پیش. این دوست ما هیچ وقت اینو بدون کلا نمیدیدیم، یا کلا سرش بود یا کلاگیست. خب در هر صورت منی که فامیلشم که میدونم که این اون زیر کچله، این خانمی که به خاطر پول و به خاطر شهرت و نمیدونم دیگه شهوتی که نبوده آمده شده زن این مرد که شالاتان، که میدونه قیافه اصلی این چیه. شما از نزدیک عکساشو نگاه کنید، سوراخ که سوراخ، صورت که سوراخ سوراخ سوراخ، میگفتن اگه یه سطل آب بریزی یه قطره پایین نمیاد، تو این سوراخ ها میمونه. این صورتش، دماغش اینجا دو تا پولیپ داره، به خاطر همین وقتی حرف میزنه میگه مثل اینا که میخوان کوک بکشن. این دماغش. موهاش هم که اینجوریه، چشمتونو ببندید تصور کنید این رفته دوش گرفته و موهاش ببینید کجاست. یه مو از اینجا به اینجاست، یه مو از اینجا به اینجا، موها رو میچرخونه، بعدم پوز میده، میاد پشتشو میکنه به جمعیت میگه خوبه. و سوار هواپیما که میخواد بشه، باد موتور هواپیما موها رو اینجوری میبره بالا و میاره پایین. عجب واقعا. بعد حالا بهش میگن آقا تو گفتی ما میخوایم ایستر باز کنیم، چیه؟ بهشون میگه سوالات علکی نکنید. مردک سوال علکی نکردن، از حرف علکی تو دارن نقل قول میکنن. و نگاه کنید یکی یکی از هر کی سوال درست میکنه، بهش میگه این سوال خیلی نستی بود. نستی یعنی خیلی کثیف بود، چی بود فلان. خلاصه چه باید کرد دوستان؟ شما چی فکر میکنید؟ و برگردیم باز به کانادا، اوضاع کانادا چیه؟ آیا این همسر آقای پرایم مینیستر شما جان سالم به در برد و آمد یا چه میشود؟ بله، میگه که دست ها مال فرمون تریلیه. نه من عمرن تو سه روز تو آبادان وقتی که رفتم کمک جهاد سازندگی اول جنگ، سه روز تریلی روندم و اون تریلی های ما که اونا ده دنده بود برعکس مال ما که 24 دنده بود و اینا، چون وقتی کشور کوهستانی باشی دنده هاش زیادتر بود و خیلی از راننده ها بیچارا فوت می شدن، دستشون می موند تو این اینا. و اون سه روز که یه روزش آرد برداشتیم ببریم دهات، و من و اون دوستمون اسمش الان یادم نیست، جواد نبوده، خلاصه تنبلی کردیم به جایی که رو هر ردیف کیسه های آرد این بنده رو بکشیم، شادم نداشتیم، یه درمیون گذاشتیم. وقتی رسیدیم اونجا همه اینا ریخته بود تو جاده، ما هم نفهمیده بودیم و بهش گفتم من آقا دیگه تریلی نمیخوام برونم. ضمناً رانندگی و اینها حقیقتا فشاری نمیاره، مخصوصا
ماک خیلی فرمونش نرم و خوب بود، حالا بنزین کمی سفتر بود، ولی اون قدیمی ترا که استرینگ پاور نبود، استرینگ پاور، استرینگ یعنی فرمون، پاور هم همین هیدرولیکایی که بود اون موقع، بله پدران ما اینا زور می‌زدن بنده خدا عقب جلو کن، عقب عقب برو بالا. شما باورتون میشه در این مملکت اسلامی شاه پناه شاه اسلام پناه بیچاره راننده اگر میخواست بره بوشهر یا اگر میخواست بره نمیدونم فلانجا باید یه جایی عقب عقب میرفت بالا. حالا اونایی که میدونن چرا دنده عقب میرفتن میدونن که ریشیوی دنده عقب یا به اصطلاح چیز از دنده یکم بزرگتره. ماجرا مثل دوچرخه اون خورشیدش و فلایویل و اینا رو اگه حساب کنی، کانادا فقط شرق که نزدیک نیویورک هست حدود 7000 نفر کرونا دارد، همه از آمریکا آمدند. بله آقای اکبری هم میگه من خوشبختانه فیزیک و شیمی تک ماده استفاده میکردم. بعد میگن که با هم نمیخوابن، منظورتون اگر ترامپ و زنش هست، خب همون یه باری که باهاش خوابیده و این بچه عقب افتاده به بار اومده بس دیگه. وقتی کسی میره با یه پیرمردی ازدواج میکنه که اون پیرمرده باید با قرص و جک زدن و پمپ زدن بیاد، اون وقت بچه‌ای که میاد اینجوریه. حالا اینه که حالا یا خدا یا طبیعت میگه آقا تا 30-40 سالتونه ازدواج کنین، بچه‌ها هم بیان که هم بدن قوی داشته باشید شما منتقل کنید، هم فکر بهتر و جوانتری داشته باشید، هم بعدن بچه‌ها هم نوه و اینها که میدن. به اصطلاح من دیروز بود نوه‌هامو دیدم، خیلی خوشحال شدم و اینها، اصلا آدم لذت میبره. یک کمی هم من به بچه‌ها تازه نرم میزنم، میگم خب اگه شما زودتر ازدواج کرده بودین ما 45 سال 50 سالمون که بود نوه داشتیم و حالا میخوام بشینیم و بلنشیم پامون درد میکنه، این بچه ها که حالیشون نیست که بابا بیا این کارو بکن، بابا بیا این کارو بکن و الی آخر. در اصل ممنون متشکرم. به قول کازرونیا لیلان انن نون تو ماکن. بله لیلند، این لیلند انگلیسی بود اتفاقا. آبادان بعدی که اون مکه رو رفتم، آقای جزائری بود، گفتم آقا من نمیخوام با تریلی برم، گفت خب یه دونه لیلند هست و این آبکشه. اون وقت با همون آقایی که آمده بود از شیراز، نه آقای عالمچهر و استقامت و اینا، اونا ما رفتیم یه کارخونه یخسازی بود خسروباباد درست کردیم، یعنی بود تعمیرش کردیم تا راه بیفته که روزی 2000 قالب یخ بده به این بچه‌هایی که تو جبهه و اینا هستن. و من کسی هم که سربازیمو انجام داده بودم، من دبیر هنرستان بودم، ولی وقتی گفتن آقا کمک میخوایم، اونی که متخصص مثل همینجا 70000 تا دکتر و اینایی که بازنشسته شدن رفتن سر کار، اینو شما داشته باش. اون وقت ترامپ به شارلاتان حیف کلمه حرومزاده که به این بگیم جانور میاد میگه که چرا اینا میگن ما اینقدر دستکش میخوام، اینقدر ماسک میخوام، فکر کنم اینا ماسکا رو میفروشن از در پشت بیمارستان. ببینید چقدر این واقعا آدم وقتی نگاش میکنه از قیافه و از حرف زدنش و اینا که آدم عصبانی میشه، واقعا از اون چیزی که تو مغز این هست و منتقل میشه هم آدم میگه فوش میخواستم بدم ولش کن. خب اینم از این. همین الان آقای بها ابهری نوشته ایمیلت کامل تر بود، آن را جواب میدم، هر چند بیشتر راغب هستم که هرگاه وقت داشتی یک زنگی بزنی. این دوستان ایرانی دست از تلفن ور نمیدارن، یعنی میگی مینویسی چی میکنی آخرش میگه یه زنگی بزن میخوام صدا تو بشنوم، چشم زنگ میزنی. خب درود بر کاکو سربی مانا باشی. آقای فرزاد نیساری به قول تهرونی ها چوبت بخیسه و کاکو برنامه بعدی که با هم داشته باشیم حسابی من میخوام از شما انتقاد کنم. این ماجرایی که آقا بیاین برین بزنین حسابای این اون، آقا این اقتشاش چی میشه؟ آنارشیست میشه اقتشاش؟ میگم این دیوانه ها اسمارم بلد نیستن، مثل من معنیش اگه بلد نیستم استفاده نمی کنم. اومده یه چیزی را انداخته ایران آنارشیست. میگم آقا تا اونجایی که من میدونم آقا فکر میکنم آنارشیست یعنی هیچ قانون ما، آقا اینجوری سنگ رو سنگ وای نمیسه، آجر رو آجر وای نمیسه، آقا اینجوری اینا تازه اینجوری با ملایمت و اینا اومدن این بلا رو سر مردم ایران آوردن.
شما و دوستانتون که از حال میگیم با بریم بزنیم بکشیم، برید بزنید حسابای بانکی من. خب آقا هر کسی تو بانک میتونه حساب دیگران رو چک کنه، نگاه میکنه میبینه مثلا آقای نیساری تو این بانک انقدر پول داره، خب میاد حسابتو میبنده، بهتم میگه آقای نیساری من حسابتو بستم، حالا اینقدر به من پول بده، یا میرم به اینا میگم تو آخوند و آخوندزاده هست. کاکو جون اینجوری نمیشه. شماها باید بیاین برید این کتابایی رو که راجب احزاب هست، راجب جنبش هایی هست که بهش میگن گراس رود، یعنی اون کاری که آقای اوباما انجام داد. اوباما میرفت خونه به خونه مردم، با مردم صحبت میکرد، بعد اطمینان اینو که گوش کنا، اطمینان اینو که حاصل میکرد ازش قول میگرفت من میتونم از تو بخوام که ما رو به دو نفر معرفی کنیم، اون وقت از لحاظ ریاضی شما حساب کن، 1 به 2، 2 به 4، 4 به 8، 8 به 16، همینجوری میرفت بالا شد رئیس جمهور. ولی شما برو تو اینترنت جنبشا رو یکی یکی نگاه کن، ما چند تا جنبش داریم. این آمریکایی‌ها جوک میگن، میگن این سرخپوستا این همه رئیس قبیله دارن، هیچ یه نفری نیست تو قبیلهشون باشه. در هر صورت ممنون و متشکرم. دوستانی که روی اینستاگرام هستید، من الان هنوز بلد نیستم، اگه شما آقای امین موسوی از یکی از دست اندرکاران تلویزیون کالیفرنیا سلام میکنم. بله، یه پروگرامی هست دوستان که شما میتونید با یه برنامه، من داشتم وقتا منیکم بود، خیلی برنامه مختلفی هست، همین الان ما داریم از اکس اسپلیت استفاده میکنیم و او بی اس استفاده میکنیم اینها، ولی یه پروگرامی هست که دو نفر ساختن اینو و شما با مایی $20 میتونید یه برنامه رو شروع که میکنید، میگید به اینو به اینو به اینو به... مثل ایمیل هست که وقتی یه ایمیل مینویسی دیگه نمیخواد هی کاپی کنی برای این برای اون بفرستی برای همه میفرستی، این پروگرام این کار رو انجام میده. متاسفانه هنوز فیسبوک رو نیورده داخلش، شما میتونید به یوتیوب، به اینستاگرام، به توییتر و اینها بفرستی و همش هم از این دوربینه دیگه، قرار نیست تلفنم شما نگاه کنید، من الان اینو تکون میدم که دوستان بفهمن. ببینید این برنامه که ما اینجا داریم، این من تلفن دستیم رو گذاشتم دارم برای شما اینستاگرام پخش میکنم و اگر عیبی ایرادی داره به خوبی خودتون به بزرگی خودتون ببخشید، اگه نبخشیدم هیچ اشکالی نداره، مجبور میشیم از امشب با پای برهنه بخوابیم. آقای نیساری که هم سواد بیشتر از من داره و هم کتاب بیشتر از من خونده، نوشتن آنارشیگری با مقاومت در برابر فاشیست فرق داره. این پارتیزانی هست کاکو. اوباما در یک دموکراسی زندگی میکنه، ما زیر حکومتی فاشیستی. بهترین ترجمه برای آنارشیست همانا خرتوخره، این آقای اکبری نوشته. خط فاصله، من متوجه نمیشم خط فاصله یعنی چی. لباش مثل کون مرغه. آقای مانی خورسندی، واسه این چرا اینجوری حرف میزنه؟ وقت دندوناش این پایین کثیف، این که دندون مصنوعی مردک، شب بندازه تو نمک تمیز بشه. بله، ببینید آقای اکبری، شما برو آقای منصور اوسانلو باهاش تماس بگی، بگو آقای منصور اوسانلو اون دوست کردی که میاری میشینین با هم به به چه چه قربا چیز میکنین، عزیز من اصلا اسم شما یعنی خرتوخر، یعنی ایران خرتوخر. خب این یک. آقای نیساری میگه اون تو دموکراسی زندگی میکرد. آقا توی وبسایت و اینا که دموکراسی ما داریم که، یا اقلا ادا در میاریم که، شما همینجا به مردم نشون بده که دموکرات هستی، پیرو انتخابات، پیرو نیرو جمع کردن هستی. شما یا اون دوستمون آقای بهرام آبتین، راستی یه اسم دیگه گرفته جدیدن نمیدونم، بیان به مردم بگین چند نفر عضو هستین، چه کار میخواییم بکنین، برنامه‌تون چیه؟ اینه که الان شما یک به اصطلاح یک امکاناتی از طریق اینترنت و اینها دستتونه که اصلا قابل توصیف و قابل مقایسه با قبل از سال 57 پخش نوار از عراق بیاد بیاد بیاد، یا شبنامه بیاد بیاد بیاد، اون یکی بگیره 5 تا چاپ کنه و اینا نیست. آقا چه سالی آپولو رفت هوا؟
1968 من یادم آقای حدائق توی مدرسه شمس، مدرسه شمس کجا بود؟ خیابون، این خیابونای فرعی بین قاآنی و اون بالایی که همه یادمون میرم اسمشون. بله ما اونجا داشتیم میز صندلی ها رو تعمیر میکردیم. بنده تابستون باید شاگرد نجاری میکردم که بتونم پول دوچرخم خودم خرید 150 تومن. خب چی شد؟ رفتم دنبال آقای صادق وجدانی. من از خونمون پیاده میرفتم اونجا. شوهر همه من اینو استخدام کرده بود چون کار نجاری بلد بود. بعد این موتورگازی داشت، به من بگو اگه بیای خونمون از اونجا با موتور من میریم سر کار. دو نفر میشنستیم رو موتورگازی تر تر. ما وقتی میرفتیم بعضی وقتا این جوون فضوله، اصلا مال دیگه جوون فضوله چیه، ایرانی فضوله، میخواد ببینه چه خبره. وقتی میرفتیم این فامیلمون هم بودن آقای وجدان اینا، اتفاقا یه چند تام دختر داشتن، سه تا دختر سه تا برادر، احمد و محمود و صادق و حسن، چهار تا پسر دو تا خواهر. و خب بالاخره شیطنت ما این گوشمون رو یواش میذاشتیم دم درای آهنی گوش میدادیم. اینا میدونی که در خونه هایی که درش از حیات باز نمیشد، درش از عمارت بود، این پشت در معمولا حالشون بود، فامیلی رومشون بود، بعضی ها میگن لیوینگ رومشون بود. در که باز کرده همونجا نشسته بودن، اتاق مهمونخونه که هیچ که نره، اتاق خواب هم یه دوتا بود اینجوری، بعدم بعضی شب همونجا میخوابیدن چون تلویزیون هم اونجا بود. من میدیدم که هر وقت در میزنم یه صدای بلندی یه دفعه قطع میشه. دفعه دیگه که رفتم در نزدم، وایسادم گوش دادم، دیدم یه صدایی میاد، همین صدای خمینی. دوستان 1968 56، 12 سالم بود من، اوکی 12 سالم 1968 و شما به من بگو چه سالی میشه 12 سال و 35 47، 5 سال از 42 گذشته بود. بعد یه دفعه به این صادق وقتی داشتیم کار میکردیم و اینها، خیلی هم آدم خوبی بود، همسن داداش من بود، خیلی جوان شوخی بود و اینها، و بهش گفتم آقا صادق، ما آقا صادق، گفتم من هر وقت میام خونتون یه آخوندی داره صحبت میکنه، این چی میگه؟ گفت تا هنوز نمیفهمی. آقا اینا یه نواری که میفرستادن مثل ما اینجا یه گردن خودمون خفه میکنیم، چی میگن پاره میکنیم که آقا خانم سابسکرایب بشو، نه ازت پول خواستیم نه چیزی، فقط شما وقتی سابسکرایب بشی ما ویدیو درست میکنیم برات میاد دیگه. اینم میخواد بگه آقا صبح دیروز برنامه داشتی، منم بگم بفهمه این لینکش، شما این کارا رو هم نمیکنی. اون آخونده از نجف مینشسته روی دیدینه که اینا همشون روی لاف و دوشک و بالش، هم بالش زیر کونشون هم بالش پشتشون مینشسته حرف میزده، طرف ضبط میکرده میفرستاده. حالا اون موقع دیگه این کاست ها اومده بود، نوار کاست بود، چون قبلش میدونی که این نوارهایی بود که اگه در میره اونجوری میشد پخش میکردن. اینایی که میگن آقا اینا اومدن سوار انقلاب شدن، متوجه نیستن شماها در خواب بودید، اونا داشتن اقدام میکردن، داشتن تو فلسطین دوره میدیدن، داشتن کمک جمع میکردن، داشتن پول جمع میکردن، داشتن نیرو جمع میکردن. طرف میگه آقا انقلاب ما را دزدیدن، همان جوری که آخوندها سوار بر انقلاب ما شدن. خب این که توهین به خودته، یعنی من انقدر احمق بودم انقلاب کردم دادم دو دست دست آخونده؟ نه آقا، آخوندها برید خاطرات آقای رسولجانی رو بخونید ببینید از کی نیرو جمع میکردن، از ایران میبردن فلسطین دوره میدیدن میمدن. برید با آقای حسن ماسالی صحبت کنید ببینید ایشون از کی اسلحه میبرده ایران. حالا ما نشستیم اینجا، باید زور را با زور جواب داد، اوکی، باید اسلحه ها را بیرون کشید، اوکی، اسلحه ها کجاست؟ زور من کجاست؟ منی که دولت آمریکا تحریمم کرده، منی که آخوند داره گرون فروشی میکنه، منی که حالا دیگه نفتم اومده شده 12 دلار 14 دلار، اون موقعی که 200 دلار بوده من مطبخت ملت ایران گشنه بودن، حالا که 15 دلار 12 دلاره به من پول میدن. کاکو جون باید درد مردم رو بفهمید، باید وجه مشترکتون رو باشون پیدا کنید. دانشجویان امروز اعتصاب کردن، چه خوب شد، حالا استادای دانشگاه بهتر میرن کلاس خصوصی درس بدن یا برن با تاکسی مسافر کشی. کارگر را شما اگه تونستی، چهار تا کارگر، این آقای منصور اوسانلو کارگر راننده اتوبوس واحد تهران بوده،
آقا تو اومدی اینجا الان رفتی با اندیشه و ریش و پلنگ و تیشه و تلویزیون فلان، مردک تو رابطه تو قطع کردی با کارگرا، 4 تا کارگر رو باهاشون چی داشته باش، اونم نه آقا برو رو دیوار بنویس فلانی، خب میگیرن چوب تو کونش میکنن بدبخت. ببین میخوای از این چه استفاده‌ای بکنی؟ نگهش دار برای اون روز با برنامه. ببخشید اگه اینجا مینویسید من نمیتونم جواب بدم، یاد آقای حدا خدا خفت نکنه اکبری، من اگه میدونستم اینجوره آلمان اومده بودم حتما خفت میکردم. تو حدایق هم میشناسی؟ ای داد بیدا. بله آقای حدایق. خب کاکو خمینی و امثال هم ترشی انداخته های اجنبی. آقا اگه شما باور داری انقلاب دست اجنبی انجام شد، من دیگه هیچی نمیگم، شما هر کاری میخوای بکن، دیگه انتقاد هم ازت نمیگیرم. یعنی شما اگه قبول داری اونا برای ما میارن، اونا برای ما میبرن، خب دیگه میشینیم کنار. شما میخوای با اجنبی به جنگی، پس نیروی اجنبی اگه پشت سر آخوندان، اولا به من بگو کیه، چین، روسیه، آمریکان، انگلیس، فرانسه، آلمان، همشونن. خب چجوری میخوای با اینا به جنگی؟ برنامه ندارید متاسفم. چرا ما نوشتیم نامه بردیم دادیم به سفارت؟ به کدام سفارت؟ به سفارت شوروی. خب چی کارش میکنه او؟ میگه آقا بنداز سطل آشغال. شاید من اشتباه میکنم شما درست میگی، امیدوارم من اشتباه کنم شما درست میگی. بله CIA همه اینا رو جمع کرد و برد تو فلسطین تعلیم داد. اوکی درود بر شما جناب سوربی، خیلی ممنون آقای شاهین فاتحی. نمیدونم سال نو رو بهتون تبریک گفتم یا نه، بهتون تبریک میگم با وجود همه این مشکلات. کار ما نیرو جمع کردن در خارج نیست، جمع کردن نیرو در ایران هست. اینجا که شما به بیراهه میرید، دلیلش هم بهتون میگم. چون اگه گفتید در خارجه، سوربی میپرسه آقا چند نفرید، دروغ نمیشه گفت. ولی اگه گفتید در ایرانه، آقا میلیون ها نفر من طرفدار دارم. کیان؟ آقا من که نمیتونم اسمشون رو بهت بگم، جونشون به خطر میفته. فولادوند همین فکر رو میکرد، شایان کاویانی همین فکر رو میکرد، حقا همین فکر رو میکرد، بهرام آبتین همین فکر رو میکنه و الی آخر. این نیست. حالا شما برو آقا بیا بعدا من ثابت کن، بگو دیدی اصلا انگشت بزن تو چشمم، بگو سربی چه راستی میگفتم، اینجای بابای آدم دروغگو، اینجای بابای آدم دروغگو چی بوده. بله بمانه. خب خیلی ممنون، فامیلمون هم هست هدایه. بله خب دیگه نور علی نور. بذارید من یه بار دیگه دوستان رو دعوت کنم و از شما هم خواهش کنم که دوستان این برنامه رو با دیگران هم در میون بذارید و الی آخر. خاطر تعریف کردن شما شبیه دایی امین هست، سمره. دایی امین کیه؟ نکنه تو سلام منو میگی. سلام دایی امین. ای خدایا بگم چطور شد، وایسا ببینم. سال نو مبارک براتون، آرزوی سال خوب خوشی دارم. آقا ما یه سالی اومدیم، خانم سمیر خانم، ما یه سالی اومدیم ایران، ماشاءالله مثلا پسر عمو و خواهرش، 3 تا پسر 3 تا خواهر 6 تا، گفتن بیان مهمونی. ما هم گفتیم چرا، زهر رفتیم اونجا، گفتیم خواهر 6 تا پسر خاله و پسر عمومون اینا میاد. ماشاءالله در باز شد، انگار که مثلا اتوبوس شیراز به تهران اومده دم قم سوهان فروشی، هر کی میمد یکی یکی هم معرفی میکنه. من بناسیم این خانم میگو این عروس منه، این دوماد منه. گیتی خانم میگو این اینه، این اینه. امین میگو این پسرم نمیدونم اینه اونه. گفتیم آقا چه خبره اینجا، جنگل مولا شده بود. و اگر من شما رو ندیدم یا اسمتون رو یادم نیست، از شما عذر میخوام. خیلی ممنون و متشکرم. خب دوستان عزیز، گفتم ماجرای امروز 3 تا بود. یکی آمار 2020 برای آمریکایی‌ها، هر 10 سال یه بار انجام میدن. ساده ترینش اینه که شرکت کنید که شما هم به حساب بیاین. دیدید میگه آقا طرف سری تو سرا در آورده، همون کلمه سرشماری و اینا، میگه طرف سری تو سرا در آورده، شما بذارید سر تو سرا در بیارید، بذارید بهشون بگید ما ایرانی هستیم، ما افغانی هستیم، ما پرژن هستیم، تا بعدن اینها اگر قراره بودجه‌ای بدن اینها بماند. حتی یه شایعه‌ای پخش شده که اگر شما آمار رو پر نکنید، ای کاش این شایعه رو ما قوی میکردیم که مردم برن، ممکنه این چکایی که میفرستن به دستتون نرسه. اون اصلا درست نیست، هیچ کاری نداره با این. خب
میگه که نه سور بکا که اگه ما میلیونی بودیم که اینجا با هم کاری نداشتیم قطره قطره. خب کاکو پس ما میلیونی نیستیم. پس اونایی که میگن 99% مخالف آخوندن دروغ میگن. من یه روزی باید بیام اون روز نذارم شما ماشاءالله وقتی میکروفون میافت دستت سخنور خوبی هم هستی میری و نمیذاری ما ازت سوال کنیم. ببخشید اگه توی اینستاگرام یه کمی کجه گفت ببخش اگه کجه مال کرجه. بله اینجوری واقعا دوربین گذاشتم روی یکی از این سپایای دیدید پایایی که مثل استخون کمر اینجوری. بله این پایه رو تو ترکیه پیدا کردم. یک سه تا جوون داشتن میرفتن انداختش تو سطل آشغال نگاهش کردم گفتم این که سالمه. نگو این جوونا براشون مهم نیست 5 دلار و 10 دلار اینا. خلاصه از اونجا من همینجوری آوردمش. بذار ببینم چی میگه. خب خاطر تعریف کردن شما شبیه دای امین هست. بله پسر عموی من اسمش امین هست، امین سوربی، و چه خاطراتی که من با ایشون و پسر عمه‌هام دارم و یادشون به خیر. اونایی که رفتن روانشون شاد، اونایی که هستن امیدوارم عمر طولانی داشته باشن. خب آقایون خانم ها این برنامه ها مخصوص شماها هم هست. باز یه بار دیگه براتون اینجا می‌نویسم بهترین زمان برای داشتن برنامه همین روزهاست. چرا؟ چون الان خیلی ها دارن افسرده میشن. این افسردگی بعدن کرونا از بین میره ولی افسردگی دست از سر شما بر نمیداره دوستان. بهترین زمان برای داشتن برنامه های تلویزیونی همین الان است. به سادگی با هزاران هزار بیننده در تماس باشید، خبر از شما، خدمت از ما. من براتون اگه بخواید سیستم های تلویزیونی تو 3 ساعت، وبسایت تو 1 ساعت، نمیدونم فیسبوک و یوتیوب و اینها تو 1 ساعت، ولی دیگه برای کسی کار مجانی انجام نمیدم چون کارهای مجانی طرف قدرشو نمیدونه. حتما براتون این داستان بارها گفتم که این آقای حخا که میگفت من یه کتاب و اینجوری ورق میزنم میفهمم، یه دفعه بهش گفتم آقا تو 100 بار از من راجع به این استریمینگ سوال کردی، هی محمدم بهش پول میدی ساعت 100 دلار میاد کار میکنه، ولی اونا بلدن، اونا یادت نمیدن، برات میزنن راه میفته میرن، دوباره وقتی گیر میکنی به من زنگ میزنی و چرا تو یاد نمیگیری؟ دست کرد تو جیبش 100 دلار گذاشت رو میز، داشتیم چای میخوردیم توی استارباکس توی فیرفکس. گفتم این چیه؟ گفت شما اینو بگی. گفتم برای چی؟ گفت بگی بس تو چی بگی. گفت قولت میدم من الان یاد میگیرم. حقا اگه یه حرف درست تو زندگی زد، این آقای فتح الله فامیلیش چیشی بود؟ فتح الله خالقی یزدی، بعد اسمش گذاشته بود اهورا پیروزه، نمیدونم بمان. دفعه دیگه که اومد خندید، گفت سوربی بی بشین اینجا، اینم لپتاپش رو باز کرد، گفت بیا من برات از A تا Z که اون روز بهم یاد دادی میگم. و این اون 100 دلاره، این پولی که براش دادم. بارها گفتم و شعر هست در این باره، شعر شیرازی آقای یدالله طارمی میگه من چون دلمو به تو مجانی دادم تو قدرشو نمیدونی، ولی میری یه استکان کهنه آنتیکی میخری چون پول گرون میدی اینو میذاری تو تاخچه، نمیذاری بچه‌هات حتی از اون برد بشن. چرا؟ چون برای این پول دادی. آقا خانم این خاک که اینقدر به ما نعمت میده، خاک که اینقدر بهش اطمینان داریم، وقتی پدر مادر اون میمیره میبریم تحویل خاک میدیم، براش ارزش قائل نیستیم. ولی یه تیکه زغال سوخته دایموند الماس، ببینید طرف میخواد ازدواج کنه میره یه الماس میخره 12,000 دلار. حالا این ارزونشه، تا آخر عمرش بدبخت داره قسم میده. چجوری اونا تونستن سوار مردم بشن؟ اینه میگه لایو ویدیو انده، چرا نمیدونم، برای که لابد اینم یه ساعت داره، یه چیزای اینجوری داره. بله میگه که آقای سوربی شما کاووس اسد سنگابی را میشناسید؟ هنرستان نمازی رشته بر بود. نکاکو من هنرستان نمازی یه روز درس دادم و اصلا خوشم نیمد از اون محیطش، چون من عادت داشتم به هنرستان محمد رضا شاه، بعدم هنرستان طالقانی و اون محیطی که آلمانیا ساخته بودن. میدونی که اون ساختمون سنگی و اینا رو آلمانیا ساخته بودن، هنرستان محمد رضا شاه رو، اونو خیلی دوست داشتم. و آقای چیزم مدیر مدرسه، مدیر هنرستان نمازی بود، فامیل دورمونم بود، درست هم حرف نمیزد، اینجوری تکشیلش آویزون بود. یه روز اونجا بودم بهش گفتم که من اینجا نمیتونم کار کنم، با وجود که برای من نزدیکتر بود
چرا؟ چون بعد انقلاب و اینا بود، مشکل بود، من از پایگاه با اتوبوس مستقیم میتونستم بیام فرکه شهرداری، ولی مجبور بودم با دوچرخه مثلا برم هنرستان محمد رضا شاه، چون بیا پیاده شد اینجوری نبود که. خلاصه نه من هنرستان نمازی نبودم، ولی فامیل سنگابی نمیدونم، یعنی نمیتونم الان کسی رو مجسم کنم به این اسم و فامیل. خب دوستان عزیز، من گفتم یه ویدیویی دارم و اینا رو بهتون نشون بدم. ویدیوی تختی رو از اون روز دالا نشون دادیم، ممنون از آقای پتیک، و میگن که میگوید پناهنده شدم، روزی بر میگردم که مردم کشورم آزاد باشن. آره این یه مربی فوتبالی گویا آمده پناهنده شده، ولی یادتون باشه دوستان، آقای تختی وقتی آمریکا بود، حتی میدونید که تختی سرطان بیضه گرفت و عمل کرد گویا خوب شد. بعضی ها میگن مردا وقتی سرطان بیضه میگیرن مخصوصا اون زمان بعدش افسرده میشن، یکی از دلایل خودکشی تختی این بوده. میگم نه آقا، دولت چنان بلایی به سرش آورده بود که دیگه راهی به جز خودکشی نگذاشت. از اون بر رابطهش هم با خانواده‌اش، همون تو اون فیلم نگاه کنید که فیلم رو پسرش تایید میکنه، میگه وقتی مادرش زنگ میزنه، این از هتل زنگ میزنه به مادرش، به مادر بابک، میگه که میگه مهمون داریم و اینا، تو کجایی؟ میگه من امشب نمیام. میگه اما که مهمون داریم تو امشب نمیای، گوشی رو میذاره، نه سلام نه خداحافظی، دعوا داشتن بمانه. ولی این آقای مربی فوتبال آمده بیرون، پناهنده شدم، روزی برمیگردم که مردم کشورم آزاد باشن. خب اینو منم بگم، شما هم بگی، اونم بگه، اونم بگه، به جای اینکه بیایم حقیقت رو بگیم. آقا پناهنده شدیم چون دیگه تحمل و تاب این زورگویی و مشکلات ایران رو نداشتیم. آقا بنده 5 سال بعد از انقلاب تحمل کردم، از 57 تا 62 ایران بودم، من آدامس تو دهنمه. و یکی از دوستان زنگ زد تشکر کرد که آقا از روزی که شما گفتی آدامس بخوریم، مخصوصا به خاطر کرونا، من همه عمرم بدم میمده از آدامس، مجبور شدم حالا بخورم، اصلا اشکالای دیگه هم از بین رفته. گفتم حالا اشکالای دیگه تون چی بوده؟ من با اجازهتون این آدامس رو در میارم. یه آدامس 100 تا تیکی شده، از بس حرف میزنم میره این ور اونور. راستی این آدامس چیه؟ شما بندازش تو خیابون، میچسبه کف میچسبه به تایر ماشین، بندازش تو پیاده رو، میچسبه کف کفشت، به لباس، به مو، که اون وقتا که بچه بودیم چه وزاریاتی بود، ولی میندازیمش تو دهنمون که گرماش هم انقدر گرمه قشنگ نمیچسبه، شاید به خاطر بزاقه. خب اینم بیارم بیرون، نگذارم به چسبه به سطل زباله. اینم سطل زباله ما پر از خالیه، یعنی منظم هستم خالیش کردم. بله این آدامش بره اینجا، به سلامتی شما یه چایی بخورم، چون آقای مانی اون روز گفت این سرفه های تو، سرفه های خشک تو من رو نگران میکنه. گفتم الان مانی اینو میگه، هادی هم برامون شعر میسازه، ماشاءالله شاعره. نه ازم برای اینی که میام 2 ساعت بیوقفه حرف میزنم، بعد اون وقتا که جوان بودم من 8 ساعت درس میدادم حرف میزدم. ولی جوانی کجایی که یادت بخیر، جوانی اتفاقا به شما یک اطلاعات غلط میده که شما میگه آقا این که چیزی نیست، این تایره رو من بلند میکنم، بلند میکنی کمرت میگه تاراق. یا به قول یکی از دوستان آقا سیروز گفت رفتم فرودگاه کمک دوستمون حسین آقا کیفو برداشتم، کیفه گفت غیر، ما هیچ نگفتیم بگیم حسین کیفت شکست اینا، گفت اینا سوار شدن خداحافظی، گفتیم خوب شد نفهمیدن، گفت اومدم نشستم تو ماشین دیدم نمیتونم تکون بخورم، معلوم شد که فتح خودش پاره شده بوده. خلاص عجب. خب بگوییم راجع به این اشکه، حکومت ما در حرکت ما، ببخشید دوستو، حرکت ما در 2 هفته گذشته نیرو گذاشتن روی آزاد کردن زندان سیاسی، نیرو گذاشتن روی آزاد کردن زندان سیاسی است و اخبار را اگر دنبال کنید نتیجه را میبینید. امیدوارم باز شما درست بگید، ولی من بهتون اینو میگم. آقا یه اتفاقی که میفته، مجاهده میگه ما کردیم، شاه الله میگه ما کردیم، شما دوستان میگید ما کردیم، و این همه فکر کنند اون بوده. یک سیستم درست خبررسانی شما از داخل ایران نمیبینی. بله شما درست میگید، دلیلش هم همین حکومت نادان و جاهل و
جنایتکار آخونداست که نمیذاره اخبار صحیح بیاد بیرون. و الا اگه اخبار صحیح میومد بیرون فلانی آقا تو این کشورهایی که ترور میکنن اونا بهتر میاد بیرون. اون همین چند روز پیش باز طالبان زده بود یه مشتی رو کشته بود، اون یکی میاد میگه طالبان بوده، اون یکی میاد میگه القاعده بوده، اون یکی میاد میگه آیسیس بوده. این کشوریه که مثل افغانستان و نمیدونم پاکستان و عراق و سوریه و اینا، ولی تو کشور ایران به شکرانه این حکومت آخونده یه خبر درست نمیاد بیرون. یه اتفاق که میفته این آقای شارمهره نمیتونه راه بره، باید تنبونشو بکشیم بالا، بعد میگه ما دستور دادیم در ایران این کار بکنه. امیدوارم امیدوارم پس کارید با برنامه پیش میری. به زودی زندانی های سیاسی آزاد میشن، به زودی اسلحه وارد میشه، به زودی با زور روبرو میشیم و فردای اون روز که هیچ گروه دیگری کار نداریم چون شما حاضر هستی، فردای اون روزی که شما پیروز شدید، آقای بهرام آبتین که میشینه با عکس و اسب و رضا نمیدونم چیه رضایی عکس میگیره، محسن رضایی عکس میگیره، این میاد اسلحه رو بذاره کنار و بگه بیان رای بدین، سربی یه رای داره منم یه رای دارم، یا میگه آقا اون موقعی که ما این کارا رو میکردیم شما کجا بودی؟ اینو از خودتون سوال کنید، اگه جوابش رو پیدا کردید در اولین برنامه با هم صحبت. اونی که با اسلحه میاد سر کار با اسلحه خودش نگه میداره، همین ماجرای آخوندا. آخوندا با اسلحه اومدن سر کار، اسلحه رو داشتن، بعدم با برنامه اسلحه ها رو گرفتن از شهربانی و از ارتش و اینها، نه اینکه ما دستور میدیم بانک این کارو بکنه، ما دستور میدیم ارتش این کارو بکنه. این رضا عقب افتادم اینجا میگه که خیلی از سران ارتش هر روز با من تماس میگیرن، خدا میدونه مامورای خود اطلاعات با اینا تماس میگیرن، میگه من پاسدار فلانی ام، سردار فلانی ام، میخواد ببینه تو کله بوک این چیه. نمیدونم، من امیدوارم من اشتباه کنم. آقا دیگه از این بهتر، دوستان از این بهتر، خدا وکیلی بنده خدا این دوستانی که آمدن روی چیز میگن آقا اینم مثل بند تنبون بود پوکید رفت. نه اتفاقا یه دوستی داریم که ایشون استاد دانشگان و امروز به من تماس گرفت، گفت که من میخوام برنامه‌ای رو بسازم برای بینن به اصطلاح دانش آموزان و اینها. گفتم همه اینا رو اینترنت هست؟ گفت نه، کمک شما لازم داریم. گفتیم باشه در خدمت. حالا نوشتن که میتونیم صحبت کنیم، الان نه متاسفانه تا 1:40 دیگه. بله اینو آقای لادن و اندیشکده فرستادن، میگن که همون میگوید پناهنده شدم، روزی برمیگردم که مردم کشورم آزاد باشن. عنوان نوشته بالا توجه مرا جلب کرد، روزی برمیگردم که مردم کشورم آزاد باشن. نخست باید بگویم که تا خواندن این عنوان هیچ شناختی از این شخص نداشتم و در مورد شخص او هیچ نظر مثبت یا منفی ندارم، ولی میخواهم این نوع برخوردها را که تعدادشان هم کم نیست با هم بررسی کنیم. این رو هم میذاریم از آقای لادن روز جمعه اگه ایشون آمد با هم به اصطلاح در این مورد صحبت میکنیم. و اما بریم ببینیم توی قسمت لایف پروگرام برای شما چی گذاشتیم. بله آهان، اون موقعی که من اینجا 7-8 ساعت برنامه تلویزیونی اجرا میکردم، در طی روزم آبجو و مشروبات و اینها بود، مخصوصا تلویزیون رنگارنگ میخوردیم، چایی بود، چی بود، هر سازمانی که میخواد بیاد و ادعا کنه اخبار را دنبال کنید، یعنی فراخوان‌های ما را هم بخوانید. خب آقا شما یه فراخوان بده مردم فردا بیان سیزه بدن. چهارشنبه سوری رو که دیدید این آقای منصور و استانلو چهارشنبه سوری ها رو اینجوری میکنیم دیگه. امسال آقای چمنارا خیلی قشنگ نوشت دیگه آخوندا هم نمیخواد عید و تعطیل کنن، نگران چهارشنبه سوری هم نباشن، ویروس کرونا آمد کمکشون، همه رو تعطیل کن. چون چهارشنبه سوری میشه طرف میگه آقا ما دیدید اومدن بیرون، ما گفته بودیم سیزده به در، طرف میره بیرون، بابا تو آپارتمان زندگی میکنن، تو این برجا زندگی میکنن،
طرف بالای سرش قند میشکنه تاق 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 تاق، یه روز بلند میشه میره سیزده بده، فردا میاد عکساشو میندازه، دیدید مردم رفتن سیزده بده برای حمایت ما. اوکی آقا امیدواریم درست بگید. خب بگید 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 هم به در باشن وایسن، اون وقت درست میشه، اون وقت درست میشه. آقا شما به مردم بگو بیان بشینن تو خیابون، تفنگ دارای شما 4 نفر اون جلو باشه، که اگه این آخونده اومدن حمله کردن به مردم، رفتن با ماشین برن روشون، اینا با تفنگ اونا رو بزنن. آخه یه چیزی بگید که بشه. من بارها گفتم اشکال دوستان، آقا من فقط من شما نیست، چون شما حالا حاضر هستید، نخواهم همه انتقادها رو سر این همه چی میگن نیزه ها رو به طرف شما بیاریم، نه، من بارها گفتم آقا به این دوستان هر کدومشون یه چیزی میگن، میگیم خب بعدش چی؟ میگن آها دیدی تا هم با آخونده هستی. میگیم آقا تو از اینجا میخوای بری، به من میگی ماشینتو بیار سواشم بری، من میگم بنزین ندارم، میگه حالا تو ماشینتو بیار، میگم خب بعدش چی؟ برم وسط را من نشستم خونه، تو بگو من بنزینشو میارم، بعد بگو فلانی هم گفته آقا کتلتو کوکو و نمیدونم فلان درست میکنیم بیان تو را بریم برنامه. آقا یه خونه 100 متری، این آقای کاظم رنجبر یادش بخیر توی فرانسه زندگی میکنه، امیدوارم حالش خوب باشه، داداشم اینجا یکی از معروفترین دکترهایی که دست و پای مصنوعی اینا میشه، میگو آقا یه خونه 100 متری ما میخوایم درست کنیم، حالا میگیم که مثل کشور ایران زمینش ارسی بابامون بهمون داده، وقتی میخوایم درست کنیم با 100 نفر صحبت میکنیم نظرشونو میخوایم، خونه 100 نفر که میریم هی به خانمم میگم نگاه کن چقدر بی سلیقه این پاسیو رو ساخته، آفتاب اینجوریه، این چیه، مثل نمیدونم فلان میمونه، مثل بعد میایم تازه حالا میریم سراغ معمارها، میایم میریم سراغ آرشیتکت‌ها، نظرات اونا رو میخوان، چه مجانی چه با پول. بعد حالا که میخوایم درست کنیم میگیم بودجمون چیه، میگیم آقا اینقدر داریم، میریم به بانک میگیم میخوایم بسازیم، بانک میگه یا علی مدد بفرما یه سومش الان بهت میدیم، یه سومش وقتی یه سوم ساختیم جو برنامه بلوپرینت، شما که مهندسی عزیز من، بلوپرینت این کاغذهای آبی یادتونه با ایزال چی بود ماشینش میبردین، اول روی کاغذهای کالک میکشیدیم، بعد میبردیم میدادیم عکس ازش میگرفتن، اون عکس بهش گفتن بلوپرینت. بلوپرینتتون چیه که من نگاه کنم؟ دیروز یه چیز خیلی جالبی بود، یه بطری آبجو و اینجوری گرفته بود زیرش چند تا لیوان گذاشته بود که این آب، این آبجو کدوم لیوان رو اول پر میکنه؟ ما خیلی زرنگ اومدیم یه چیزی نیست، ما 10 بار تا حالا اشتباه کردیم اینو بلدیم، یعنی تقلب با تقلب. آقا شماره 6، همه نوشتن شماره 6، طرف اومد گفت آقا نگاه کن این سر آبجو بسته، وقتی سر این آبجو بسته چجوری این لیوانا پر میشه؟ توی رشته بعد اونایی که RST 0 رو میدونن، RST 0 رو میدونن، وقتی نقشه میکشی میگه آقا این ستاره مثلث، این چرخش، این اینجوری اینجوری شما میکشی، بعد میگه آقا نگاه کن این کانتاکتور اگه وصل کنی به هم اینجا جرقه میزنه، آتش سوزی میشه. از رو نقشه که شما میخوای ببندی، اونی که این کار رو خونده انجام داده نگاه میکنی که آقا اینجا R با S میخوره به هم، که اگه R و S و T میخورد به هم چه میشود، برای این قسمت چپگر راست کرده موتورای سفاز، هر کدومون یه متن خوبی یه جا پیدا میکنیم کاپی اند پیست، بلدم شدیم پشتش اینو بذاریم، شیر خورشید بذاریم، قیافه رضا پهلوی رو شاخ بذاریم، دم بذاریم، قیافه مریم رجبی رو چشماش اینجوری کنیم، میفرستیم بیرون، موفق باش. اگر کاکا اگر با شرکت یک یا دو سازمان کار تمام میشد که ما مشکلی نداشتیم، شرکت گسترده مردمی نیاز هست، ما هم به اندازه خود. طرف با یک کاسه ماس رفته بود کنار دریا، گفت دارم دوغ درست میکنم، دارم گفت آخه آقا با یک کاسه ماست که دوغ نمیشه با دریا درست کنی، گفت میدونم ولی اگه بشه چه دوغی میشه، خود شما میگی با یه شرکت و دوتا سازمان نمیشه، برنامه شما
برای به دست آوردن نفرات چی؟ آقا نفرات بیارید، ما یه پولی بهشون بدید، بچه های ایرانی گشنه بیکار، چه عیبی دارین آقای آبتین؟ آقای آبتین مثال میزنم که به خود من گفته که چقدر پول داره، چه عیبی داره که پولاش خرج کنه؟ آمریکایی‌ها میگن put your money where your mouth is، پولت رو بذار جایی که دهنت هست، یعنی حرفی که میزنی روش شرط بندی کن. و یادمه یه دفعه با یه نفر شرط بندی کردم، میخواستم بکنم، گفتم من که چیزی ندارم، داداش بزرگم زد تو سرم، گفت چرا میگی من که چیزی ندارم، بگو هرچی دارم، چون هرچی دارم تو هم هیچیه، ولی هرچی اون داره اگه گذاشت پدرش در میاد. آقا حاضر بشین هرچی دارین بزنین روش، که روزی که میخواین برین ایران مثل خمینی با عمامتون و عباتون برین، شما با کت شلوارتون برین، شما با کاپشنتون برین، مثل آقای محسن سازگارا با 9 دلار پول برین. اینجوری باشه نمیکنید. شما رو نمیگم آقا، من کاری اصلا نه حساب شما رو میدونم چیه، نه مالی داره هایتون کاری ندارم. نمیکنه آقای آبتین سیبیل شاهی میچرخونه، یه روز از این وریش میکنه، یه روز از این وری میکنه، یه روز اینجاش ریز میذاره، یه روز موهاش میبنده، یه روز کلا میذاره سرش. آقا یعنی مثلا به خاطر قیافه جدیدت میان انقلاب کنن؟ نه، ولی خمینی نشست که آقا شما داری میری ایران چه احساسی داری؟ نه هیچ، بهتون میگم. حالا CNN anchor Chris Cuomo test positive for coronavirus، امیدواریم اینم جان سالم به در ببره. و اما میگه که یه فیلمی هست مال 1956، این فیلم رو تاجیکستان ساخته اون موقع ها. دوستان 1956 وقتی هی میان میگن وضع ما ایران اینجوری بوده اونجوری بوده، برید این فیلم رو ببینید. الان من لینکشو برای شما میذارم اینجا و ببینید که راجع به ابو علی سینا و بله آقای آقای قوانلو میگه آقا عجب پاسخهای میدی سربی جان، فیلو میخوابونه. والا من نمیخوام کسی رو بخوابونم، میخوام بلکه یه کسی بیدار بشه. آقای قوانلو ای که دستت میرسد کاری بکن، فردا اول آپریل میشه اول یه فصل جدید، حمایت کن. اونایی که تو ایرانن به خدا زنگ میزنن میگن آقا ما میخوام کمک کنیم، چه جوری؟ من مثل دوستان نیستم میگم آقا پول بذار تو پاکت میل کن، نمیدونم فلان کن، میگم آقا تو که تو ایرانی به ایرانی کمک کن. ولی من و شما که کانادا هستیم این ور اون ور هستیم، اگه دستمون میرسه حمایت کنید که ما دلگرمتر بیام اینجا داد بیشتر بزنیم. اگر کرونا هم گرفتیم خفه خون گرفتیم، اقلا وقتی میمیریم شما بگید آقا یک کمی هم ما کمک کردیم به این تلویزیون. در اصل حکیم ابو علی سینا مشهور به ابن سینای بلقی، حالا هی بیان بگین آقا این مال همدان بوده، آقا اون موقع همه اینجاها ایران بوده، ولمون کنیم. اون الاغ رئیس جمهور افغانستان هم گفت این ایرانی ها زبان ما رو دزدیدن، یکی نیست بگی مردک اصلا اون موقعی که تو دنیا نیومده بود و اینا، همه این قسمت ها یکی بوده. بعدم بری بالا اصلا خطی شما نمیبینی بین افغانستان، بین ایران، بین تاجیکستان. ولی این فیلم رو تماشا کنید و بعد ببینید که اونا اون موقع با چه زحمتی این فیلم رو ساختن و ما ایرانی ها هیلی که تلاش کردیم رسیدیم به 2500 ساله به گفته و پیشنهاد یهودیا، نه یهودی های معمولی، صهیونیستا، جشن 2500 ساله بگیریم و در کمال حماقت به اونا بگیم که شما و عیسی و موسی بله از ما 5000 سال تاریخ دارین ولی ما 2500 سال. یک شبه شاه نادان 7500 سال تاریخ نوشت شده ایران رو ریخت تو سطل آشغال به کمک افرادی به نام شجاع الدین شفا که نه شجاع بود و نه شفا میداد. اینا درد ماست. این فیلم رو نگاه کنی، این فیلم همون جایش که یه تکه شو دوستان گذاشتن، من رفتم پیدا کردم، خیلی هم ساده است روی یوتیوب، که یه نفر میاد به نام ابو علی سینا یا رودکی میخوان همدیگر رو ببینن، میگه نه نزدیک نیا، من چون از جایی میام که وبا داشته باید دستامو بشورم و اینها. یک چیزی هم آقای کاووسی فرستاده بهتون نشون میدم راجع به این دست شستن که ساده ترین کاره ولی الان بهترین پیشگیریه. اوکی؟
و میگن نگاه کنید ایران اینجوری زمینن. الان که صحبت از وبا هست و این پیشگیری کرونا و اینا، دوستان میگن ماهایی که ایران بودیم، حتما شما هم میدونید به دلیل اینکه اون وقتا بیمارستان سل یا نبوده، البته تو شیراز داشت، همه این پدرای پدر بزرگمون و اینا سل داشتن، تو همون خونه زندگی میکردن، ما هم همه یک کمی گرفتیم و چیز شدیم، مصون شدیم. خب به همین خاطر وقتی میخوایم ایمیگریشن بریم بیایم، امتحان میکنن، میگه آقا شما سل داری، بعد اون طرف میگه نه آقا اگه ایرانی و مال این مناطق فلانه، اینا نوع خونه هاشون اینجوری بوده و این بره داره. این سل نیست، این اتفاقا مصونه، مثل اینایی که الان کرونا میگیرن بعدن خونشون آنتیبادی داره و این آنتیبادی رو اگه بدن به یکی دیگه مثل واکسن عمل میکنه، بماند داخل مدون. میگن که ماها وبا داشتیم، کوف داشتیم، زهر مار داشتیم، مالاریا داشتیم، چون آمدن و واکسنیزه شدیم الان در مقابل این کرونا مقاوم تریم. یادتونه فیلم های من اگه کسی نگاه کنه، اگه قولتون میدم به پتیک بگم میره برام پیدا میکنه، فلان روز من گفتم که یه سردردی دارم که هیچ وقت همچین سردردی نداشتم. من تو زندگیم سردرد نمیگیرم، درد کمر، درد نمیدونم شکم، درد پا، درد دست، ولی سردرد نمیگرفتم. دو سه روز پشت سر همین سردرد عجیبو داشتم و یکی از نشونه های کرونا همین سردرد بود، این سرفه های اینجوری که میخوای خفه بشی، اصلا نمیدونم میگم من که ندویدم چرا نفسم در نمیاد، مثل که ما گرفتیم پسش کردیم. حالا نگرفته باشیم هم امیدواریم نگیریم، اگه گرفتیم هم امیدواریم درمون بشه. من دیروز به دخترم گفتم، نوامو که بغل کرده بودن، این خنده‌ای که میکرد، گفتم آمریکایی‌ها الان میگن ما زودتر بریم سر کار که پولمون رو به اصطلاح نگه داریم برای نوه‌هام. من امیدوارم خب ما نمیریم، ولی اگه مردیم همین خنده‌ای که این به من داده بس یه دنیاست. در هر صورت حتی تصمیمم عوض کردم، چون شک داشتم آدم خود وقتی میمیره خاکش کنن یا چیز، گفتم بسوزونیم. چون یه دوستی داشتیم خانم ثروت صفاییان، یادش بخیر، چه خانم نازنینی بود، این وقتی مریض شد سرطان و اینها، بعد وصیت کرد که بسوزوننش و نوشته بود که این بدن من چیز شده به اصطلاح آلوده شده، بسوزوننش. سوزوننش ولی به اصطلاح اون جعبرم آوردن خاک کردن. آقای نیساری میگه هر کس در توان خیش از سنگ ریزه گرفته تا چکاندن ماشه. خطرناکترین پیشنهاد، یعنی همین که من را بیفتم، من سنگ بندازم، اون یکی تیر بزنه، اون یکی بره آتیش بزنه، بگه آقا من چیزی ندارم، خب این خونه فلانیه، بریم آتیشش بزنیم. خیلی خطرناکه آقا. نمیدونم دوستان شما میخواین در ایرانی که آقای بهرام آبتین، آقای فرزاد نیساری، دوستان دیگه، شاه اللهیا، آقای منصور حسانلو، ایران آنارشیست، با افتخار میگه ما این سازمان ایران آنارشیست، آقا کتاب رو باز کن. اولا چه اجباری داری که شما این کلمه آنارشیست رو استفاده کنی؟ یادم سالها پیش، خدایا چقدر خاطر ما داریم، کاش که این دوستان بودن روی اینستاگرام. سالها پیش رفتم این، گفتم یه چند جلسه من تو جبهه ملی شرکت کردم، شب که نشسته بودیم همه حال رفته بودن چلو کبابشون بغل نایب خورده بودن، گفتم بهتون آروغ میزد از اینجا بوی پیاز و لاش مرده و اینا میومد، یه نفر آمد گفت که ما در ایران این هجمانی فلان، هی گفت هجمانی فلان. من یواش به این بغل دستیم گفتم هجمانی یعنی چی؟ گفت شما نمیدونی هجمانی یعنی چی؟ گفتم نه آقا نمیدونم. اگه فکر میکنی صداتو بلند کنی من ساکت میشم، نه آقا دوستان، من هژمونی معنیش نمیدونم، یک کسی برای من توضیح بده هژمونی یعنی چی. تا همین امروزم همون چیزیه که تو ایران بهش میگن هجمه، درست میگم یا اینم غلط میگم؟ این هجمش اینجوری شده، یعنی مثل نفوذ فکری و نفوذ، اینجا بهش میگن پیر پرشر، هژمونی این به اون فلان اینا. آقا تو اگه نمیتونی یه کلمه رو وقتی به انگلیسی میگی جانشین، مترادف، معنیشو به فارسی بگی، برو آقا فارسی بخون. ولی همون آقا بعدن میخواست بره ایران،
اومد از من عذرخواهی کرد، گفت که شما درست گفتید، چون تو برنامه هم گفتم، اسمشو نبردم. گفت خود من اون روز معنیشو نمیدونستم. آقا نمیدونی تو بپرس، اونم بپرس، اون طرف که میگه یا میدونه یا بره پیدا کنه. یعنی چی؟ همه اون چهار کلمه یاد گرفتیم، هی موومنت فلان. آقا موومنت یعنی چی؟ جنبش یعنی چی؟ این جنبش کی میخواد به جنبونتش؟ خب بریم ببینیم که کجا هستیم و چه کار میکنیم. گفت آی من چه کار میکنم؟ وزرای خارجه سه کشور تأکید کردن نخستین عملیات مالی با ایران از طریق اینستکس، نمیدونم اینستکس چیه، به انجام رسیده است. فکر کنم یه سیستم بانکیه که لابد میتونه این تحریم های آمریکا رو دور بزنه. اگر کسی راجع به این سیستم اینستکس خونده میدونه، لطف کنه اینجا بنویسه تا من برای دیگران بخونم. این شد خلاصه برنامه من که آقا بیایم دور هم یک کلمه یاد بگیریم. امروز که رفتیم من یک کلمه یاد بگیرم، شما که رفتی یک کلمه یاد بگیری، بری دنبالش، بگی این کلمه رو که سوربی گفت یعنی چی، برم دنبالش بفهم. گفت میخوام برم دنبالش، بوسه زنم برخالش، یارم به من خندیده. یه فیلمی دیدم بچه آخوندی بلند شد رفت آلمان عاشق شده بود، بعد برگشت و دوباره من طلبه چی میگه حوزه رو ول کرد و رفت آلمان و اینا. بعد دید آقا این خانمه با همه عکس گرفته، این که بغل دست این وایساده یه عکس گرفته، این عاشق این نیست و خودش حساب خودش کرد و برگشت آلمان. بریتانیا و فرانسه معموله پزشکی با استفاده از اینستکس به ایران صادر شد. من خواستم چای بخورم، عجب چایی ایر گری. خب بذارید براتون اینجا بیارم کامرای دو بدم به شما، این تلویزیون رو خاموش کنم، کامرای دو. خب بیایم اینجا. وزرای خارجه سه کشور اروپایی تأکید کردند نخستین عملیات مالی با ایران از طریق اینستکس به انجام رسیده است. روز شنبه 12 فروردین 31 مارس، همین امروز، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که نخستین معامله تجاری با ایران محموله از اقلام پزشکی است که از طریق اروپا برای ایران ارسال شده است. وزیر خارجه آلمان همچنین اظهار داشت که این اقلام پزشکی به دست ایران رسیده است، احتمالاً به زودی در خیابان‌های ناصر خسرو اینها به فروش خواهد رسید. دیدم که این مردی که دیوانه مال آمریکا، اون کیه الان با این دکتر حمزه پور روانی تر از خودش هی میرن این ور ور، آمده بود و گفته بود که آقای خامنه ای شما با پولهایی که نمیدونم از مردم ایران دزدیده اید برای مردم چیز کنید. یکی نیست به این بگی آخه بی ناموز، اگه اینا دزدیدن رفتن که دزدیدن بردن، حالا به این نامه ای تو میاد جواب بده و بره عمل کنه؟ پس تو چرا اینو مینویسی که آقای بابک هروی از خبر بینم خیلی با اشتیاق بیاد این مزخرفات رو پخش کنه؟ واقعا خجالت آوره. من این بابک هروی دو تا فیلم و ایناش دیدم، دیدم رفته تحقیق کرده راجع به بختیار، آمده اینا باش مصاحبه کردن، بعد تو تلویزیون مردم خودش برنامه داشت، بعد دیدم آقا یه سفر اومد اینجا این شاولایا بردن سیبیلش رو چرب کردن، اصلا از این ور برگشت به اون ور. در بخش دیگری از بیانیه وزارت خارجه آلمان، اینستکس به عنوان ابزاری برای فراهمسازی روابط تجاری مشروع و بلند مدت میان اروپا و ایران معرفی شده است. دوستان یه فیلمی هست روی فیسبوک من گذاشتم نشونتون میدم، من این فیلم ها رو اگر اینجا به اصطلاح نشون بدم بعد یوتیوب یقمونو میگیره نمیذاره فیلممونو بذارید. اولا بذارید با هم یک نگاهی کنیم صفحه مردم تیوی روی فیسبوک رو که اون بالا آگهی VMC یا والنتاین موتور کمپانی رو میبینید که این شرکت، این نمایشگاه و تعمیرگاه متعلق به آقای بیژن جعفری هست. مطمئنم اگر شما توی این منطقه هستید، حتی اینجام نباشید، کاری داشته باشید، این روزا با پست و اینا همه چیز انجام میشه، بهتون نرخ‌های خیلی خوبی میدن. این یک دروغ بزرگ بود، چون
هیچگاه اقلام پزشکی تحریم نبود. آهان آقای اکبری، اتفاقا بحث بعدی من این بود، چون با بعضی از شاه الله‌ها که صحبت میکنی میگن آقا این آخونده دروغ میگن، اقلام پزشکی ممنوع نبود. عزیز من کاکو جون، اقلام پزشکی ممنوع نیست، خوراکی ممنوع نیست، پولشو باید بدی. همون فیلم تختی میاد، پولو نمیذاشتن جا به جا بشه. شما وقتی نتونی پول بفرسی، حالا با هر بدبختی دولت و ملت ایران، مردم داروخونه چی بخواد چی بخره از آلمان، شما بهش زنگ میزنی میگه آقا من تو آلمانم برات پیدا کردم اینقدر پول بفرست بیا، تا میره پول بفرسته میگن ایران ریجکتش میکنه. بانک ها رو نمیذاشتن، این سرویس این تکس هرچی گذاشتن، این اومده اونو درست کرده، یه راه رو یه راه پشت درست کردن برای این. بله. و اما بهترین زمان برای داشتن برنامه تلویزیونی همین الان است، تو همین ایام بیاین برنامه بذارین. لازم نیست فقط با مردم تیوی کار کنید، خودتون تو فیسبوک بشینید برنامه بذارید. من میگم اگه مشکلی دارید، نمیتونید، اگه نمیتونید یه دفعه 11000 نفر یه جا، آقا ما 11000 نفر، بیش از 11000 نفر داریم، 11 نفر نمیان برنامه اون ببینن. خب پس شما اگه میخوان چند نفر برنامه‌تون رو ببینن، اینجایی که حاضره آماده است، اینجا برنامه بذارید، یه هزینه بسیار کمی که از سال 2006 تا حالا هیچ تغییر نکرده باید پرداخت کنید. نمیخواید برید آقا با دوستتون بشینید با فیسبوک، با یوتیوب، با نمیدونم کوفت زهرمار، هزار تا برنامه است. چه باید کرد؟ گام دوم شهروند، این ویدیوهای به اصطلاح کوتاه مدتی است که آقای لادن و دوستانشون در اندیشکده درست میکنن و به نظر من خیلی هم مؤثره. اینجا ببینید دوستان، نمیدونم شما میتونید ببینید یا نه، نوشته 11058 نفر مردم تیوی فیسبوک رو دوست دارن، بعد نوشته 11517 نفر فالو دیس. آقا ما 11517 نفر دنبال رو داریم، تا امروز به خودمون جرأت نکردیم بگیم فردا بیان تو خیابون این کارو بکنیم، چون میدونیم بابا اینا از بیکاری اینجا نشستن، موقع کارش اگه بشه، من اگه التماسش هم کنم وای نمیسه. همین آقای اکبری اگه دخترش بهش زنگ بزنه، روز خودش نوشت دخترش وکیله ماشاءالله، اگه زنگ بزنه بگه بابا من چرخم پنچر شده، میگه بابا جون وایسا من میام. سوربی حالا اگه برنامه هم داشته باشه، بهترین برنامه، میگه بابا میرم میام بعدن نگاه میکنم. من همینقدر که این وقتی وقت داره نگاه میکنه همینقدرش ممنونم، ولی اگه قدم جلوتر بذارم بگم آقای اکبری شما حاضری بیای تو جنبشی که من میخوام، میگه آقای جنبش شما چیه؟ آقا من نمیتونم به شما بگم، سریه، چون من اگه به شما گفتم شما به یکی دیگه میگی، شما به اون میگی، مثل پایگاه نوژه از در میره بیرون. خب آقا چطور اونا تونستن مخفی نگه دارن ما نمیتونیم؟ برید اونو پیدا کنید. در هر صورت 11517 تا ما رو فالو میکنن. حالا اینجا خیلی جالبه، میگه دوستا رو دعوت کن، وقتی میزنیم اینا رو یاد بگیرین، شما هم برای آیندهتون خوبه. میگه که شما 206 تا دوست داری که هنوز دعوت نکردی، 4174 تا شما دعوت کردی، اونا وقت نداشتن جواب بدن. میگیم خب حالا همینایی که این دعوت نکردیم کوشن، به قول ترونیا کوشن شنی. میگه اینجا بزن دیگه، نگاه کنید دوستان، اینجا نوشته 206 نفر، اینجا 3 نفر دعوت میکنه. این اون حرومزادگی فیسبوک. بعد ما ویدیو رو که میذاریم میگه حاضری 10 دلار بدی من اینو برای 1200 نفر بفرستم؟ میگم آقا کور رقم برای اونی که تو کامبوجیه نشسته اینو بفرستی چه فایده ای داره؟ اینه چه گام با چه بالات کرد، گام دوم شهروندی. حالا من ببینم اونو اینجا گذاشتم یا در صفحه شخصی خودم. این ویدیو رو ببینید، ببینید چی میگه این آقای آمریکایی. بله، اولا این ویدیو رو بیان با دقت نگاه کنید که این شالاتان از 3 ماه گذشته، از ماه ژانویه تا الان که آخر ماه مارچ هست، چه دروغای یکی پس از دیگری میگه. گوش کنید ببینم صداش نیست، این صدا اول براتون بیارم، رو فیسبوک هست میبینید، من این حالا به خاطر دوستانی که احتمالا این برنامه رو از یوتیوب نگاه میکنن نشون میدم،
حالا بینه همین یوتیوب ما رو قطع میکنه، یه دقیقه و 20 نشون میده روزایی که این شالاتان مزخرفاتی که گفته و چجوری حرف خودش عوض میکنه. خب اگه آخونده پوفیوز حرف خودش عوض میکنه بده، چجوریه که این شالاتان که حرف خودش عوض میکنه خوبه برای شما؟ Coming in from China. We think we have it very well under control. We pretty much shut it down. Coming in from China. You know, in April, supposedly it dies with the hotter weather. When it gets warm, historically that has been able to kill the virus. People are getting better. They're all getting better. And the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero. It's going to disappear. One day it's like a miracle. It will disappear and you'll be fine. They're going to have vaccines, I think, relatively soon. Not only the vaccines, but the therapies. Therapies is sort of another word for cure. You're talking about very small numbers in the United States. My numbers are lower than just about anybody. It's really working out. And a lot of good things are going to happen. And we are responding with great speed and professionalism. It's going to go away. Yeah. No, I don't take responsibility at all. We'll all be great. We're going to be so good. This came up, but it came up so suddenly. This is a pandemic. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. All you had to do was look at other countries. The coronavirus. You know that, huh? Coronavirus. And this is their new hoax. We have 15 people in this massive country. خلاصه رسید به جایی که الان میگن که ممکنه چندین ماه در همین ویرجینیا که ما هستیم 70 روز تا جون 10 یعنی ماه اپریل می میشه 60 تا جون 10 10 تا 70 روز قرنطینه. حالا قولتون میدم چون اینا داشتن نشنال چیزو میآوردن، نشنال گاردو میآوردن توی شهرها که مثل ما میگیم حکومت نظامی نیست ولی مثل حکومت نظامی بتونن کنترل کنن. خب اون ویدیو که من میخوام شما نگاه کنید اینه: ما آمریکایی ها آینده چندان درخشانی با این وضعیت. چرا میری پری؟ چپ کن، چپ کن داداش، کجا میری؟ بفهم. ما آمریکایی ها آینده چندان درخشانی با این وضعیت حمله و بمباران تجاوز به کشورهای دیگر که توسط ارتش ما قرار گرفته نداریم یا مورد تجاوز قرار گرفته. بله، این آقا صحبت میکنه در یک کانالی به نام Secret File، کانال محرمانه. What if I went into your neighbor's yard, shot their dog and told them that you hired me to do that? If you live in the United States, that is what your government is doing to you right now. ببینید دوستان، میگه که دولت آمریکا میره از طرف شما اینو اونو میکشه، به خاک و خون میکشه، بعدم میگه اینا به من گفتن. مثال خیلی قشنگی هم میزنه، میگه فکرشو بکنین یه نفر میره خونه همسایه شما سگشون رو میکشه و میگه سربی به من پول داده، این راهشو میگیره میره، ولی اون همسایه با اینیه، میگه شما دو روز دیگه تو دنیا نمیتونید سر بلند کنید. درست میگه. بعد از این ماجراهایی که آمریکا توی این 100 سال گذشته سر مردم دنیا درآورده، الان میبینید که خودشون هم میترسن مسافرت کنن. و این فیلم ها رو نگاه کنید ببینید چی میگه. همین این آقای فکر کنم فاملیش دیه، مثل روز. بله، دستان ممنونم از یکایی که شما دوستان، کاش که این برنامه ما روی چیز هم اینستاگرام. خب شما دوستان میتونید این کار بکنید، آقا تلفنتو بلدی بذار جلوی این تصویر پخش کن، بعدم دیگه حالا دوستان به شما اگه گفتن آقا این الاغ کی بود آوردیش، بگو این الاغ کسیه که اگه عرعرم میکنه داره تو رو از خواب بیدار میکنه، بعد بخاله که بیدار شدی برو دنبال کار زندگیت. اگرم گفتن آقا این کی بود تا حالا ما نمیدونستیم، اگه مثل آقای قوانلو گفت آقا عجب حرفایی میزنی، فیل رو هم میخوابونه. آقا من حرف فوق‌العاده و خارق‌العاده‌ای نزدم، من دارم میگم دوستانی که میاین اینجوری میگید، من به عنوان یه فرد ایرانی معمولی اینجوری فکر میکنم، من دارم فکرمو به صورت گویش به اینا منتقل میکنم. حالا اینا میخوان گوش کنن میخوان نکنن. من اون دفعه با آقای چیز گفتم آقا شما این چیزی که می‌نویسید انتقام به اختیار، آخه این چه فرقی داره با آتش به اختیار؟ گفتن نه ما منظورمون اینه. گفتم خب اگه شما چیزی که می‌نویسی به فارسی من نفهمم
میشه حرفی که ترامپ میزنه به انگلیسی ما نمیفهمیم، بعد اون کره خرا میان توضیح میدن. دیدید اون خانم کلیان نمیدونم چی الانم گلگم شده، فکر کنم اونم وبا گرفته، کرونا گرفته. در اصل دوستان حمایت هم یادتون نره. و آقای وحید فرخنده خیلی خوش آمدید، ما هم به شما سلام میکنیم، امیدوارم که بیننده برنامه ما باشید. احیانا همون سه تا چیزی که فرستادیم این هست. خب دوستان اینجا نشون میده که ما 1 ساعت و 37 دقیقه با شما بودیم، یه چند دقیقه با شما دیگه خواهیم بود، بعدش میریم. اگر بار گران بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم و رفتیم. گفت از برد دامن کشان، رفتم ای نامهربان، از من آزرد دل کی دگرگیری نشان، رفتم که رفتم. بله یاد خانم مرضیه هم بخیر. خب انفجار در خط لوله ایران ترکیه، صادرات گاز متوقف شد. اصلا در این مورد خبری ندارم، اینو یورونیوز فرستاده و همین میدونم که میدونم. وقتی بیخبری خوشخبری است. عدم اطلاع ملوانان زیر دریا از کرونا. این تو آمریکا هم رسمه، میگن نو نیوز گود نیوز، یعنی همون اگه خبری، من به مادرم وقتی زنگ میزنم میگه 2-3 روز ازت خبر نداشتیم، میگم مادر جون اصلا ناراحت نباش، باور کن اگه مرده بودم تو فاصله 10 دقیقه، حتی همسایه‌هات هم که آمریکایی و کره‌ای و کشورهای دیگه هستن میمدن بهت میگفتن که بچت مرده. وقتی بیخبری خوشخبری است. عدم اطلاع ملوانان زیردریایی ها از کرونا. این کجا بوده؟ میگه که شیوع ویروس جدید کرونا در سطح جهان نگرانی های زیادی را برای ساکنان بسیاری از کشورها پدید آورده است، اما به نظر میرسد که سرنشینان زیردریایی ها از معدود افرادی هستند که از شیوع این ویروس و تبعات روانی، اقتصادی و اجتماعی آن در امان ماندند. سرنشینان زیردریایی ها اغلب در جریان آخرین تحولات قرار نمی گیرند تا بتوانند بر روی مأموریت حساس و فوق سری خود در عمق دریاها تمرکز کنند. یعنی چی دوستان؟ یعنی وقتی تو ارتش هستی، بعضی وقتا اخبار را از شما سانسور می کنند، فیلتر می کنند که شما بتونی روی خبرهای دیگه، به اصطلاح روی مأموریتت بیشتر تمرکز داشته باشی. اینم از این. و میخواستم بهتون بگم درسته من 1 ساعت و 40 دقیقه با شما هستم، ولی اینجوری که من تند حرف میزنم و تلویزیون های ایرانی دیگه، یادم میاد این آقای خدا بیامرزش رضا فاضلی اینجا بود دیگه، میدونید که از دلور و از ویرجینیا رفت اونجا، میومد میگفت که به شما هستم، فولادان نمیگفت بله شما بی غیرت ها، آقا میگفتم شما دارین مالا پول زیادی میدین به این ستالک، شما باید نصف پول بدید به اینا، بگید آقا ما نصفش فقط داریم نگاه میکنیم حرف نمیزنیم. آقای اکبری میگی لطفا چند ساعت قبل از شروع برنامه اعلام کنید، من 20 دقیقه اول رو از دست دادم. بسیار درست میگی، من از دیروز میدونستم که امروز برنامه دارم و شما آقا درست میگی. ببین آقا وقتی درست میگن، من نباید بیام بگم بله، اگر شما مصاحبه منو با چیز نگاه کنید با رضا پهلوی، بهش میگم آقا رضا شما 20 سال پیشم من همین سوال ازت پرسیدم، کوفتی، مگه تو قسم نخوردی که شاه هستی؟ شاه هستی یا نیستی؟ اول اونم دهنش خوش میشه، یکم آب میخوره، بعد میگه اگر منظور شما این است که، میگم آقا من نه زوری دارم نه منظوری دارم، من یه سوال ساده از تو میکنم، هست یا نیست؟ آقای اکبری شما مدیر مدرسه هست یا نیست؟ یا میگی هستم، یا میگی بودم، یا میگی نیستم. مزخرف نگو سربی، تو که به مردم میگی دوستاتونم دعوت کن، اول باید خود این دوستتو دعوت کنی، براش بنویسی بذاری اونجا. تویی که میای با آقای ابهری مینویسی آقا اگه میخوای برنامه داشته باشی زودتر به من خبر بدی، بهتره، پروداکشن بهتری داریم، تولید بهتری داریم، به جای شماره تلفن مردم تیوی شماره تلفن تو رو میذاریم، ایمیل میذاریم، خب تو باید این کارو بکنی. آقا شما درست میگی آقای اکبری، چشم
تلاش خودم رو میکنم، ولی بعض وقتها باور کنی مردشون این پیری رو بره، یادم میره آقا هی میچرخم میگم چی کار میخواستم بکنم، یادم میره. و باید مینوشتم که امروز برنامه فوق‌العاده‌ای داریم، ساعت 3 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر، اینها. حمله سپاهیان مزدور و جنایتکاران خامنه‌ای با گاز اشکاور و شلیک گلوله جنگی به خانواده های زندانیان که در خارج از زندان نگران جان عزیزان خود می باشند. من نمیدونم این جمله سوالیه، به قول جاد جودی میگه استیتمنت، it's not a question. استیتمنت یعنی من دارم یا نظرمو میگم یا خبری رو میگم. متوجه نمیشم این چیه. حمله سپاهیان امروز بوده؟ دیروز بوده؟ 41 سال گذشته اینا طرف رو میگیرن، طرف فعال سیاسیه، بعد بهش میگن معتاده، میگن دوا فروشه، بعدم میبرن اعدامش میکنن، بعدم 4 نفر میگن خب آقا اگه اینا رو اعدام نکنن جوونا معتاد میشن فلان میشن. خب چیکار کردیم تو 41 سال؟ چگونه تونستیم یه چیز خبری پیدا کنیم؟ آقا من با مادر، نه پدر، پدرش نشسته بود ولی مادرش معمولا سخن میگه، دو تا جوونی که با اسلحه رفته بودن بازار تهران سرقت مسلحانه، وقتی که ما تشخیص نمیتونیم بدیم که این سرقت مسلحانه است یا این فعال سیاسیه، مادرش که فرهنگیه میاد دروغ میگه تو کانادا، نمیاد وایسه بگه بله فرزندان من رفتن دزدی ولی حکومت تو مجبورشون کردی برن دزدی، ولی میاد دروغ میگه. من دارم اینو میگم. حالا آقای قوانلو هم میگه آقا عجب حرفی زدی، خوزستان اهواز زندان شیبان، یا شنیدم چند جای دیگه هم زندانی ها گویا شورش کردن، حتی یه عده فرار کردن بعد برگشتن زندان خودشون معرفی کردن. حالا در رابطه با همین زندانی ها چند مدت ما میبینیم پتیشن یا تومار یا درخواست میاد، نامه بنویسید امضا کنید زندانیان رو تو این شرایط آزاد کنن. خب ما مالو مینویسیم میگیم آقا تا حالا هیچ خبری نشده، بذار امروز این توماره بره و کار کنه، خوشحال میشه. ولی آیا دعوت کردید شما از مردم که اونها به پشتیبانی خانواده های زندانی سیاسی بیان اونجا حاضر بشن؟ اگه دعوت کردید مردم نیومدن، گو آقا این اکبری رو ما میشناسیم، آقا اکبری ببخشید آقا اکبری یه آدم پدرسوخته قاچاقچی فلانی بوده حالا هم زندانه، من برم بگم بیاد آزاد بشه دوباره بیاد تو محلمون، یا بگه نه آقا این آقای اکبری بیچاره رو من میشناسم، آدم بسیار خوبی بود، هم فعال سیاسی بود هم فعال اجتماعی بود، هم تو سوشال تو کوچه و اینای ما آدم درستی بود. بله شما درست میگی، من میرم 3 نفر دیگرم میارم. پس اونم یه عمل بی خودی، یه دفعه شب نشستن آقا زندانیان آزاد کن، چشم آزاد کن. اگه یه نفر نوشته بود بیاین اونایی که میخواین بیاین بیرون فردا اینجا اسمتونه بنویسی، بله درسته، ولی دیگه 100,000 نفر، 50,000 نفر، 30,000 نفر که نمیتونن بگیرن بندازن زندان. آقا مردم با چوب حمله برن اینا رو دیدیم دیگه، از اون گاندی که چیز چی بوده به اصطلاح فعالیت بدون خشونت، نافرمانی مدنی، تا مارتین لوتر کینگ دست در دست هم گذاشتن اومدن، و برید فیلم ها رو ببینید چجوری همین پلیس آمریکا سگ مینداخت به جون پروفسور، سگ مینداخت به جون نماینده مجلس، ولی پیروز شدن. چرا؟ برنامه داشتن، منظم بودن، ارگانایزد منظم بودن، بدونه که اگر اکبری میگه میام میاد، بدونه اگه سوربی میگه میام میاد. من تونستم سوربی رو قانع کنم که وجودش در پشت بیرون زندان اهواز کمک میکنه. بله این هم از این مزایم های تلفن. مشکل ما اینه که دوستان نتونستن دیگران رو قانع کنن، حتی نتونستن تطمیعشون کنن.
اون مگه نگو من برق، نفت، اتوبوس فلان اینا رو مجانی میدم، بعدم که اومد اونجا داشتن شلوغ میکردن گفت حالا شما خیلی شلوغ نکنید، ما فقط به شما خانه مجانی نمیدیم، ما اون دنیا میخواییم به شما چی بدیم. برنامه ریزی A to Z 26 الف توی 32 الف. من تصمیممو گرفتم اعلام موجودیت میکنم، یعنی من وجود دارم، اعلام موجودیت میکنم. دو، میرم یارگیری میکنم. سه، سرمایه گذاری میکنم. ببخشید میگم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری دروغه. پول خرج میکنم. هر که از پول بگذرد از پل گذشت. آقا به طرف میگی بیا $100 بده، میگه حالا میدونی شما ما برنامه که گذاشتیم وقتی دوستان اومدن اونا حتما کمک میکنن. میگم خب شما وایسا وقتی اونا اومدن با من خبر بده. کارمون خیلی خرابه. آقای قوانلو سال 2003 آمدم و گفتم کارمون خیلی خرابه. بعد از اینکه 5 سال تو تلویزیونای ایرانی بودم، 98 تا شایدم سال 2001 ببخشید 98 تا 2001، 3 سال که بودم رسیدم به این جمله که کارمون خیلی خرابه. شما اینو بنویس با فارسی، یکی اینجا بنویسه این کارمون خیلی خرابه، یه جمله سه لغته سه حرفیه که فعل داره، فاعل داره، مفعولم داره. اگه ما ایرانی ها تونستیم نوشته هامون رو کوتاه، مفید، مختصر و معنیدار، دیگه آقا لازم نیست سربی بیاد توضیح بده آتش به اختیار یعنی چی، انتقام به اختیار یعنی چی. کارمون خیلی خرابه، کار من خرابه، کار اکبری خرابه، کار آقای نیساری درسته، کار آقای آبتین درسته، کار این آقای قوانلو خرابه. میدونم که ایشون هم دوست داره که جزء ما باشه، اقرار کنیم کارمون خیلی خرابه، بریم دنبال درست کردنش. خب و اما خیلی حرف میزنی سربی، خفه نشی که خودم خفت کنم. خب یه خانمی به نام خانم زهرا کارینشاک دیروز برنامه داشتن، ایشون گویا میخواد نماینده مجلس کالیفرنیا بشه، آقای ماز جبرانی هم داشت براش پروموت میکرد و جورجیا، ببخشید کندیده جورجیا، او من نمیدونستم ایشون از جورجیا، چجوری فکر میکردم که آتلانتا، جورجیا 7 دیستریک. خب این باید به آقای فضایل عزیزان بگم بره یه مصاحبه باش انجام بده. فضایل عزیزان اتفاقا برای کارهای مصاحبه و اینا خیلی خوب بود. این خانم زهرا کارینشاک، نمیدونم فامیلیشون، احتمالاً فامیل همسرشون هست و اینها، ایشون میگه من در یه خانواده خیلی فقیر زندگی کردم، بزرگ شدم و اینها، و حالا میخواد نماینده کنگره بشه. نماینده کنگره یعنی نماینده مجلس. ببینم این درسته و اینا نگه دارم. جی ای یعنی جورجیا 07 اون دیستریکتشونه، اد گلنز تاپ تیر. خب اینا دیگه حالا بعدا توضیحاتی که اگر فرصتی شد، من اصلا نمیدونم انتخابات که، یه زمینان یه خبر خوب قرار شده همینجوری که سرشماری، یادتون باش تا فردا بیشتر وقت نداری، همینجوری که سرشماری تا فردا تموم میشه و با میتونید با کامپیوتر تلفن باشه، قرار شده انتخابات نوامبر رو هم اینجوری انجام بدن، چون الان نگرانی هست که اگر ما تا جون، جولای اینا حتی بیشتر گیر این کرونا باشیم چه باید کرد. دوستان اجازه بدید من سلام کنم به آقای سبا تبار. دیروز یه برنامه دیدم از سبا تبار، البته برنامه ها رو وقتی میذارن من متوجه نیستم همون موقع زنده است یا از قبل ضبط شده، ولی اون مهم نیست، مهم اینه که محتواش درست. آقا یه تلفنی برداشته میره با ایران صحبت میکنه، خانمه اسید ریختن روش صورتش سوزوندن، خانم مینا، میگه به من گفتن شما هم بیا اسید بریز رو صورت این احمق. میگه رفتم دیدم من که نمیتونم به خریه اون باشم، این کارو نکردم و از روزی که اینو بخشیدم من یه زندگی دیگه پیدا کردم. ورزشکاره، برای آقای سبا تبار نوشتم، برای مینا خانم هم نوشتم مینا خانم زیبا صورت و زیبا سیرت، خیلی ممنون سبا جان.
اینه که در حد خودش داره کار میکنه، نه اینکه بشینه جلو تلویزیون تا دید چهار تا تماشاچی داره. خیلی آرام میاره، اونا قولای میدن بعد میرن دنبال کارشون دیگه نمیان، هر کسی دنبال اون 15 دقیقه معروفیت میگرده. میره با خانومه توی کجا؟ سربیا؟ نه یکی دیگه، کجا میره اونجا صحبت میکنه، خانم فاطمه اگه اشتباه نکنه، با پسر 9 سالش. پسر 9 سالش رو باید بغل کنه این بر بر بکشه. دیدید میگن این مثل گربه با چنگ و دندون بچهش این برور میشه. این مادر که خودش پادرد داره، اون وقت یه خانم نرس اومده سوزن بهش بزنه، انقدر به اینها به اصطلاح چی نمیگن، به جای اینکه بخوابوننش روی تختی سوزن بزنن، اینو نشسته سوزن زدن، سوزن زدن تو سیاتیکش، پادرد گرفته نمیتونه راه بره. میگه من اگه بچه‌م و این پسرم و تا 2 سال دیگه نرسونم یه جایی عمل بشه، این دیگه برای همه عمرش نمیتونه راه بره. خب کمک کنی سربیا اگه اشتباه نکنم. بله خیلی ممنون. آقا منظورت از برادران فتحی چی بوده؟ امروز بوده در خوزستان. خب برادران فتحی نمیدونم. کو گوش شنوای حرف درست سربی جان؟ آقا کاکو جون، آقا جمشید عزیز دلم، شما به 2 تا از دوستات تلویزیون مردم معرفی کن. اگه اومدن گفتن آقا عجب برنامه بود، بگو حالا شما هم لطف کنید هر کدومتون به 2 نفر. اینجوری بود، ما آقا رفتیم اینا میخواستن از ما انتقام بگیرن، یه شب برنامه گذاشتن، من گفتم والا این مدیریت و روش برنامه و اینا اصلا با این چیزایی که من تو آمریکا میبینم نمیخونه، این چیه، این شما سیستم ایران آوردید اونجا؟ اینا خواستن از ما انتقام بگیره. یه جورایی هم این آقای مختار گفت که دوستان آقای سربی بشه رئیس جلسه هفته آینده. بلای این تقی مختار. گفتیم باشه، شدیم آقا رئیس جلسه هفته آینده و گفتیم خب قانون اینجوری اونجوری فلان اینا، مرتب منظم این 2 دقیقه حرف میزنه اون 1 دقیقه بتونه جواب بده فلان. آقا دیدم اصلا این وضع خیلی خرابه، درست شدنی نیست. بعد هی میمدن پروگرامای بزرگ میدادن، اون موقع حالا سال 2001 سال 2001، آقا ما باید تلویزیون خودمونو داشته باشیم، ما باید نشریه خودمونو داشته باشیم، ما باید ارتش خودمونو داشته باشیم، ما باید مدرسه خودمونو داشته باشیم. میگم آقا جون این طرف تلویزیون داره، برید هفته نیم ساعت ازش بگیرید. اون موقع داور برنامه تلویزیون داشت، مهران صدری تلویزیون، با اون 4 تا یار پیدا کنید، این کلمه یارگیری رو 1000 بار بنویسید تا برنامه آینده. یارگیری 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 یعنی چی؟ کسی که بیاد توی این راه با من هنگام باشه، یار باشه، قرار نیست موافقت باشه. آقا برو بگو ما یه اتوبوس کرایه کردیم میخوایم بریم تا تبریز، میخوایم بریم تا مشهد، میخوایم بریم تا شمال، دنبال مسافر میگردیم. طرف اگه گفت من میخوام برم سعادت آباد، میخوام برم آباده، میخوام برم قادر آباد، میخوام برم اصفهان، نگو گور پدره تو با ما همراه نیستی، من دنبال یکی میگردم که از اینجا تا چالوس با من بیا. آقا اینو سوار کن، از این 10 تومن بگی، از اون یکی 20 تومن بگی، از اون یکی 30 تومن بگی، میبینی مسافرت پر شده، بنزینت در اومد، یارت آماده شده، برنامه داری. خب بگوییم برادران فتح، آها همان هایی که در اصفهان دزدی کردند و مادرشان میگفت سیاسی بودند و اعدام شدند، برادران فتحی بودند. آقا دمت گرم، من اصلا اسمشون هم یادم نیست. بله من اومدم با مادر مصاحبه کردم، هستش. میگم آخه خانم فیلمش هست، طلا فروشه فیلمشو گذاشته که اینا با اسلحه کلاشینکوف یا اسلحه های اوزی کوتاه اومدن. آخه دیگه مرسی آقای اکبری، از بس شعر میکنم همه فکر میکنن پول میگیرن از شما. آقا پول چیه؟ مانی خورسن میگه از بس شعر میکنم همه فکر میکنن پول میگیرن. شما بگو آقا من بوس میگیرم، ماچ میگیرم. به اونا بگو شما میخواین سوربی ماچتون کنه شعر کنید. به یه نفر گفتم آقا ایرانی ها هی میشینن دور هم میگه این از جمهوری پول میگیره، اون از جمهوری پول میگیره. گو آقا اصلا وقتتو تلف نکن با اینا سرکله بزنی. ها
گفت بهشون بگو که میگیرم خوب میگیرم، شما اگه بیشتر میدی من بیام برای شما. خب شما بیشتر بده من میام برای شما حرف میزنم. این مجاهدینی که مینویسه تلویزیون مزدور مردم، خب احمد من که برای روزی $10 ویدیوهای شما خبرهای دروغتون رو پخش میکردم، تا روزی که اینا اومدن گفتن آقا اینا دروغ میگن، ما داخلش بودیم، گفتیم شما کی هستین؟ گفتن اکس مجاهدین. این کلمه اکس هم ای اکس یکی برای من مینویسه خلاصه چیه که هر کسی ازدواج میکنه طلاق میگیره بعد میگه مثلا she's my ex-wife، یعنی زن قبلیش بود. بعضی هم اشتباه میکنن فقط با ex مینویسن، غلط ای ex. حالا اینا همش استند میکنه برای یه چیز دیگه. بمانه کجا بودیم و کجا رسیدیم. بله بهشون بگو که آقای مانی بذارشون سر کار. بهشون بگو که سوربی به من پول میده ولی شرط داره، اول باید یک ماه مجانی شیر کنم، عکساشم بفرستم، بعدا منو میذاره رو حقوق. دوره کارآموزی انترنشیپ داریم. دوستان عزیز موقعی که میتونستید بیان اینجا کمک کنید، هرچی گفتیم کسی نیومد، حالا که دیگه کسی نمیخوایم بیاد کمک کنه، فعلا هم بد نیستیم، یوتیوب هستیم، فیسبوک هستیم، مردم تیوی هستیم و همین جایی که هستیم با همین چند تا دوستی که داریم بسمونه. سعی میکنم از برنامه آینده که احتمال زیاد جمعه بود، آخ 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 ببینید چی نوشته دوستان، سبا تبار ببینید چی نوشته. نوشته سوربی جان فاطمه شوهرش معتاد بوده و میخواسته بچه رو بفروشه. بوزنیا، بوزنیا، توی بوزنیا زندگی میکنه. آقا بنویس اینجا مردم چجوری کمک کنن. میدونم شما سایت های مختلف جاهای مختلف گذاشتید، ولی آخرین صحبتی که از شما شنیدم اینه که هنوز بانکی ندارید. اینم همون یکی از مشکلاته. ببین آقای اکبری که شما میگید ارسال دارو آزاد، آخوندها دروغ میگن یا اینا دروغ میگن، این آقای سبا تبار من میتونم بگم از من خیرتره. حالا من که چیزی نیستم، من میشناسمش. خانم ایشون ناهید خانم تا موقعی که زنده بود چند بار این افتخار رو داشتم صحبت کنیم یا از طریق اینترنت و اینها، میشناسمشون. خانواده نیست که آدمی نیست که بیاد برای $50 که سوربی کمک کنه این بدوزه بیاد این ماجرا رو سر خودش در بیاره. اولین ویدیویی که ازش دیدم اون ماجرای گلی بود که میخواست برای مادرش پست کنه. اون ویدیو رو اگه داری بذار تا من به مردم نشون بدم. بعد زنگ میزد به رادیو تلویزیونا. ازش سوال کنین. اون موقعی که زنگ زدن به رادیو تلویزیونا مشکل بود و نگهت میداشتن اینا، چند تا تلویزیون به شما اجازه میدادن بیای شعرتو بخونی، بیای حرفتو بزنی. ولی سوربی وقتی مینشست میگه امروز سبا هم نیومد که یه شعری بگه برنامه عوض میشه. دوستان به این خانمی که از دست شوهرش از دست حکومت فرار کرده در رفته آمده بوزنیا با اون شرایط سخت توی کمپ زندگی میکنه به اون کمک کنید. به مینا خانم کمک کنید که کمک به خودتون بشه. سبا تبار وقتی حرف میزد به این مینا شاعره، مونده بود که به این چی بگه، با این روح بزرگ به این زیبایی چی بگه. من ممنونم از شما. اگه گاهی میام برنامه میبینم یاد میگیرم آدم شدن، آدم بودن رو یاد میگیرم و تلاش خودم رو میکنم. سبا آدم پاکیه، ساده، بی منظور، بی آلایش. سبا اینم شاهد از غیب آقای مانی خورسندی. مانی جان ممنونم، متشکرم و هر وقت دوست داشتی یه برنامه‌ای با هم داشته باشیم، یه کمی گل بگیم، گل بشنویم. سیزده بدره
مجازی بذاریم. الان آمریکایی‌ها بچه‌ها میان توی پارکینگ مدرسه هاشون و اینا، که البته میگن که این یه اشکالی داره، وقتی میاد تو پارکینگ وای میسه و اینا، بعد میذارن توالت، اونم میره توالت، اینا باز چی میشن؟ ولی دیگه مردم هم دارن دیوونه میشن، میشینن تو خونه. دیدید که حتی شنیدم تو ایران اون آهنگ سرود ایران که بعضیا فکر میکنن این سرود ملیه، نه آقا، ما شاه ملی نداشتیم، ما چی میگن آخوند ملی نداریم، ما سرود ملی نداشتیم. اگر سرود ملی میخواین، اون سرود زمان قاجار بوده که اولین سرود ملی ایران بوده، بعدش ما سرود شاهنشاهی داشتیم و این سرود ایران زوری بوده که انگلیسا سربازا سر چند تا هنرمند میبینن، شاهد بودن این سرود ایران شکل میگیره. ولی الان تو این مسئله قرنطینه و اینها، همونجوری که تو ایتالیا میخونن، همونجوری که ویدیوهای مختلف دیدین، طرف یه لیوان شراب برداشته میره تو توالت، تو آینه با خودش سلامتی، با دوستاش از طریق زوم، از طریق اسکایپ. اگه خواستی مانی یه برنامه بذاریم 13 بدر، امروز چندامه گفتم؟ امروز 12 است، فردا 13 بدره. به خاطر شما یه برنامه استثنایی اگه خواستی بنویس، من میام میذاریم 13 بدر، دوستانم بیان اونجا، هم اصلا از سیاست و از آخوند و اینا حرف نمیزنیم، فقط 13 بدر. یادش به خیر، ما میرفتیم شاه بهرامی. راستی چرا با شاه ابوالخیر میگفتن شاه بهرامی؟ یادت آقای اکبری؟ میترسم تو اونجا هم سر کلت پیدا بوده، از کوار رد میشدیم، با دو چرخه ما میرفتیم. شاه بهرامی یه درختی کنار یه آبی بود، هر کی زودتر مینشست میرفت سر میگه سه تا پتو بندازه، حالا چهار نفر بودن ها، سه تا پتو بندازه که کس دیگه نزدیکش نیاد. عکس به آلمانی میشه اهمیالیه فلان اکس، یعنی گذشته فلان مجهول، مثل دوست گذشته یا زن گذشته. نه، اون کلمه اکس که برای مجهول تو ریاضی هم استفاده میکنیم با این فرق میکنه، این ای اکسه. بذار من اینجا برات بنویسم، بعد بگم که what is x. الان اینجا توضیح میده what is x، definition of x. بله، x friend، یه دفعه خونده بودم راجبش، چون یکی از دوستان اشتباهی نوشت x wife، گفتم این درستش باید ای x بنویسی. میگه که definition of prefix meaning out of، from، ex president مثلا، این مثل اونه former president. آها، کلمش اینه exterior. این مثال ایتی نیست، کافی اینجا برات می‌نویسم paste. okay. با اسکایپ آقا، با اسکایپ میارم ادرو خط، با فیسبوک میارم ادرو خط، با دیگه چی؟ زوم یک کمی برای من مشکله. با اسکایپ میارم، مثل همون که با آقای لادن صحبت میکنم، همون که با آقای نیساری صحبت میکنم، همون که با دوستان دیگه صحبت میکنم. اگه خواستی اینجوری که میگی، من میتونم فردا صبح با شما تماس بگیرم، درستش کنم، فردا طرفای شما این ور کالیفرنیا هست، کانادا هستی، یا اون ورش با ما همزمانی، یا 3 ساعت جوانتر از ما هستی. خلاصه فردا دوستان 13 بده با خرسندی. اصلا داداشم از انگلستان اگه چیز باشه بیاد برامون یه شعری از اون شعرهای خوشگل و اینا بخونه. لپتاپ دارم، لپتاپم بله بهترینه. خب اوکی، بهترین زمان برای داشتن برنامه این پسرموم از ایران، والا ما فامیل خودمون. یه چی براتون بگم، این بهبانی بی پدر و مادر که هیچ فامیل و دوستی هم چش دیدنش نداشت، این وقتا وقتی من میمدم از بس تلفن میشد گذاشته بودن کامپیوتر، تلفن ها به نوبت و اینها، این حسودیش میشد و میمد میگو که کوکا کوکا، ده بار بهش گفتم خره کاکو نه کوکا، کوکا من میدونم این ها که به زنگ میزنن همش فامیلات هم. گفتم اولا فامیلام نیستن، دوما گیرم فامیلام باشن، اولا من تو فامیل خودم طرفدار دارم که بهم زنگ میزنن. دم فامیلا گرم، دم دوستان گرم، دم شما هم که مخالف من هستید گرم، به شرطی که شامت پیدا کنید بیان بگید چرا مخالفید، کجا سربی دروغ گفته، کجا سربی خلاف گفته و حرف درست شما چیه، اون وقت مردم قضاوت کنن. دوستان
2 ساعت و 6 دقیقه با شما بودم. ونکوور 3 ساعت از ما جوانترین. این ور تهرانجلس چی بهش میگیم؟ تورنتو با ما هم. ونکوور یکی از جاهای خوشگل کالیفرنیا چیزه کانادا نه؟ خب دوستان عزیز از یکایکتون ممنون متشکرم. این ویدیو تا 1-2 ساعت دیگه میاد روی یوتیوب. روی مردمتیوی.com هم بذارید بهتون نشون بدم. مردمتیوی.com حالا ببینم میشه یا نه وقتی برنامه زنده داریم. 12 ساعت برنامه رو شما میتونید ببرید عقب. یعنی ما این آپشن رو گذاشتیم. آپشن یعنی گزینه. بذارید. خب دوستان عزیز چه صدایی ماشاءالله. شما میدونید من به خاطر صدام اومدم تو کار رادیو تلویزیون؟ اگه نمیدونستید الان دیگه میدونید. اوکی. ببینید دوستان اینجا مثلا صفحه مردم تیوی رو بهتون نشون بدم. پلیر 2 کامرای 2 اینجا. و اگر رفتید مردمتیوی.com کار نکرد به من یه ایمیل بزنید که مردمتیوی.com کار نمیکنه، چون ما باید یکی به اون بگه تو ما بتونیم بفهمیم و درست کنیم. من براتون اینجا صفحه رو میارم. ضمناً یه بار دیگه هم این دونیشن این بالا نشونتون میدم. آگهی ها رو خاموش کردم. ما معمولا اینجا آگهی داریم، اینجا آگهی داریم، اینجا آگهی داریم، اینجا آگهی داریم، اینجا آگهی داریم. روی آگهی ها هم اگه کلیک کنید و اینا بد نیست. الان چون تصویر تو تصویره هی میره زیاد میشه، ولی نگاه کنید دوستان این زیر یوتیوب این خط قرمز نگاه کنید من میارم ببینید تا کجا میره. برمیگرده برنامه های 4 ساعت قبل، برنامه های 7 ساعت قبل، برنامه های 12 ساعت قبل. این ببینید فیلم تختی، ببینید فیلم آقای ابهری، اینا رو اینو یاد بگیرید. بعضیا این کارو نمیکنن، میذارن فقط لایو باشه. این برنامه کانون آوا مال هفته پیششون، جمعه پیششون. این بذارید فیلم تختی هم دیدیم. حالا آقای بله آقای ارشاد 12 ساعت این فیلم رو شما میتونید عقب جلو ببرید. در هر صورت اونم هست مردمتیوی.com. اگرم فقط با فیسبوک و اینها با ما هستید از همین طریق فیسبوک با ما تماس بگیرید، ولی اگه خواستید پیام بذارید شماره تلفنمون هست 202-695-2573. ایمیلمون هست info@mardomtv.com. وبسایتمون هست mardomtv.com. خودتون از خودتون بپرسید تلویزیونی هست که همه این اینفورمیشن ها، همه راه تماس، همه در و پنجره رو باز گذاشته باشه که شما بتونی بیای برنامه داشته باشی، بیای قسمتی از برنامه داشته باشی. من که فکر نمی کنم. اگه هستم خب اونا هم پس تلویزیون خوبی هستن. دوستان بازم از اینکه با ما بودید ممنون متشکرم، تشکر میکنم و امیدوارم با ما باشید. امیدوارم ما بتونیم 13 بدر رو با شما بدر کنیم. طرف گفت دارم فکر میکنم فردا که 13 بدر شد کجای خونمون 13 رو بدر کنم. آمریکا معمولا فرانت یارد داره و بک یارد، جلوی خونه داره و عقب خونه، همون تو اونجا میگفتیم حیات خلوت. اینجا 13 بدر باشه، اونجا 13 بدر باشه، تو اون اتاق 13 بدر باشه، تو اون اتاق 13 بدر باشه. مهم اینه که خوشحال باشیم با دیدن دوستامون، خوشحال بشیم. اگه کسی هم میخواد با زوم یه برنامه بذاره که تعداد بیشتر از 3 نفر و 10 نفر و اینها داشته باشه و ما رو هم دعوت کنه، میتونیم یه روزم ما به عنوان مهمون بیایم اونجا. من 13 بدر چند سال دیگه چی نمیبردم، برای 2 خاطر. یکی از بس میگشتیم دوستان، یکی جیگر میداد، یکی آش میداد، یکی فلان، واقعا احتیاج نبود. دوم این که برای اونایی که آمده بودن $1000 $2000 نمیدونم داده بودن، یه چادری گرفته بودن و رستوران، میدونید خیلی مشکل رستوران، از رستورانش بیاد اونجا چی تهیه کنه. میگفتم آقا من و شما اگه بریم امروز $10 $30 $20 بدیم، 100 تا $10 میشه $1000، 2000 تا $10 میشه $20000. اونا رو سپورت کنیم، حمایت کنیم. باز برگشتیم چرخوندمتون، از همه جا رسیدیم به حمایت. حمایت به قلمی، به قدمی یا به درمی. این درهم همون درمی از همش مهمتره. سوربی جان ممنونم از شما و منصور عزیز. قراره یک کامیوندار فاطمه را ببره انگلیس و در ضمن فاطمه
آقا ترسیدم، فکر کردم میگید و در ضمن فاطمه با فروش بچه و در ضمن فاطمه با فروش بچه مخالفت کرده و چاقو خورده. آه آه، و پارسای 9 ساله پرت شده و مل. آها، اسم پسرش هم پارسا است، اسمی که من انتخاب کردم به دلیل اینکه از شیراز بودم و این اسم آقای یزدی به من پیشنهاد کرد. مادر از طریق قاچاقچی میره صربستان، از آنجا میره بوزنیا. ای روزگار، واقعا ننگ بر آخوندا، ننگ بر خانواده شاه که این آخوندا رو قوی کرد در اون دربار کثافتش، و اینها بچه های خلف اون رژیمه. هر کسی اینقدر اشکال داره در این حرف من که آخوندها بچه های خلف سیستم پادشاهی هستن، بیا مهمون من شما صحبت کن. این مزخرفات ها این ورور نگید که ما بهترین کشور داشتیم. یه خانمی هست به نام محترم، این بند خدا محترم کاتوزیان، اتفاقا قرار شد با همدیگه صحبتی داشته باشیم و نتونستیم. خیلی مشکله، بعضی از دوستان جایی که هستن دوست ندارن به ما بگن کجا هستن. میدونی ایرانی ها خیلی مخفی بازی داره، ساعتشون فرق میکنه، سیستمشون فرق میکنه، اینترنتشون ضعیف و قویه. این خانم محترم کاتوزیان، بذاری براتون بگم یه جایی چی نوشته. بله، نوشتن شب قبل سعی کردم برنامه شما رو ببینم، ندیدم و اینها. بعد یه چیزایی نوشته بودن در رابطه با کوروش و اینا. میگم خانم، این گول این انگلیسی ها یه انقدر خشتی درست کردن دادن به ما، یه دفعه اومدن گفتن ای نگاه کن چی پیدا کردیم، قانون زن داشتید، حقوق زن داشتید، با گول اینا رو نخو. ما همین هستیم که بودیم. اگه سیستم پادشاهی درست بود، از مردم خراج میگن، مالیات نمیگرفتن، اینجوری نمیشد که کشورهای دیگه هی زرت و زرت حمله کنن. یکیش بیاد تیموره، یکیش بیاد نمیدونم چنگیزه، یکیش بیاد اسکندره. و اگر مردم ایران با پادشاهاشون بودن که آقا وای میزدن جلو 300 تا پاپتی یونانی. دروغ نگید به خودتون. بعد میگن حالا دیگه ما به این افتخار میکنیم. خب آقا با این افتخارت برو توی چلو کبابی بگو آقا به من یه چلو کباب بده. حالا میگه آقا پشو برو. من خلاصه قرار بود با ایشونم باشه. ها، این فیلم برای من فرستادن که تمام قانونای اساسی دنیا از این اومده و تاریخ و فرهنگ ایران زمین و کوروش. و میگم والا نکنید این کارو، اینا سر کارتون گذاشتن که شما بیرین توی قبرستونا دنبال استخونای گذشته بگردید، استخونایی که وجود نداره. آقا کوروش توی پاسارگاد خاک نشده، اگه کوروش هخامنشی بوده بالای اون تپه ها گذاشتنش، کلاغا خوردن و رفتن. بفرم. Probably the first moment in history in a ruler thinking about how he's going to manage a multicultural state. ببین این میگه که کوروش رفت اونا رو آورد، حالا ما میخواستیم امروز زود بریم، اونا رو آورد، بعد باور داشت چند ملیتی و چند قومی و چند مذهبی و اینا. حالا یکی بگه اون موقع در ایران خود ایرانی ها چند تا مذهب داشتن، چجوری بودن؟ این عکس ها رو ببینید، میگه اینا برده ها چیز می آوردن. چی میگن؟ بله، پیشبال. بس دیگه، بیشتر از این برای خودمون دشمن چیز نکن. بله، من برای ایشون نوشتم خانم من این فیلم رو قبلا دیده بودم، ممنون که ارسال کردید ازش دوباره ببینم. جالب اینجاست که کوروش حمله میکنه به کشورهای دیگه، بعد میگه همه ادیان آزاد هستن. خب گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم قبل از اینکه سرفه کنم. مانی خورسندی نگران بشه دیگه، حتی از طریق اسکایپ هم با ما. شما می حالت داریم بعض وقتا با تلفنم صحبت میکنید با طرف، بعد تلفنم پاک میکنید، میگی نکنه کرونا گرفته باشه. اینم یه مدت میگذره. حسن بشر اینه که همه چیز برای ما عادی میشه. یادم سالها پیش مهران غفاری دوستمون بود، اینجا دندوناشو درست کرده بود، کش بود تو دندوناش. شب وقتی حرف میزد من میدیدم دوتا کش تو دهنش، گفتم این چیه؟
بعد گفت که نگران نباش. گفتم ناراحت نیستی شب روز این تو دهنت اینا؟ خندید گفت سوال میشم بذار یه چی بهت بگم، اگه من امروز این خودکاره رو بردارم محکم با میخ با چکش بزنم تو کله تو الان ناراحتی، فردا میگی یک کم بهتره. پس فردا اگه گفتم آقا این خودکاره تو سرت چیه، می کدوم خودکار یادت میره؟ پس بعض وقتا فراموشی هم بد نیست، همون جوری که بیخبری بد نیست. دوستان عزیز دیگه این بار خدا حافظ، با امید فردای بهتر که سیزه بدره و آیندهی روشن‌تر. روز روزگار بر شما خوش.